این سونیم بامداد در لندن که دیشب خواب نداشته خانم آقایان سلام صبح همه شما شمنگر عزیز بخیر من علی همدانی هستم این انداز بامدادی بی بی سیست بسیار خوش آمدید در بریتانیا روز گذشته انتخابات پارلمانی برگزار شده شما آرا که از دیر وقت دیشب آغاز شده همچنان ادامه دارد اما نتایج اولیه نشان میدهد که میدان دست حزبی است که سرسختانه پای برگزیت ایستاده حزب محافظه کار. برنامه امروز به صورت ویژه و به مدت دو ساعت و سی دقیقه تقریبا تا اعلام نتیجه قطعی انتخابات ادامه خواهد داشت علاوه بر بریتانیا به گزارش خبری مرتبط با ایران هم حتما خواهیم پرداخت از جمله درباره یک تحقیق تازه صحبت میکنیم که میگوید بیشترین میزان قربانیان اعتراضات ایران از نقاطی با شاخص فلاکت بالا بودند با آمریکا هم سفر میکنیم خبرهایی که این روزها در این کشور اتفاق میافتند رو هم بررسی خواهیم کرد همه پس از مشروع خبرهای از برنامه فرج و بالافکن اینجا لندن است رادیو سلام و صبح بخیر برآورد اولیه بی بی سی از نتایج انتخابات پارلمانی شب گذشته در بریتانیا حاکی است که حزب محافظ کار به رهبری بوریس جانسون احتمالا اکثریت مطلق کرسیهای های پارلمان را از آن خود می کند از اسنجی ایپسوس موری مبتنی بر پرسش از رای دهندگان پس از خروج آنها از شعبه رایگیری و پرسیدن این است که به چه حزبی رای دادند این سومین انتخابات پارلمانی بریتانیا ظرف کمتر از پنج سال بود مجلس عوام در پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و حزبی که 326 کرسی بگیرد دولت تشکیل میدهد گزارش ها از ایران است که مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفره درباره سرکوب اعتراض های آبان ماه بازداشت شده. آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال 88 هم دستگیر شده بود. گفته می شود که برخی دیگر از امضا کنندگان این نامه هم به دستگاه قضایی ایران احضار شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنویس توافقی ضمنی را امضا کرده که به موجب آن واشنگتن و پکن فعلا بخشی از تعرفه های تجاری و تحریم های خرید کالا علیه یکدیگر را حذف خواهند کرد گزارش رسانه های آمریکا ها که کشور از افزایش ها علیه کالاهای چینی پرهیز خواهد کرد و در برابر پکن محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا خواهد خرید امیر پیام گزارش میدهد تصمیم کلی درباره این توافق را آقای ترامپ اکتبر گذشته اعلام کرده بود اما قرار شده بود های مذاکره کننده بر سر جزئیات آن با هم گفتگو کنند حالا در آستانه اوج گرفتن های کریسمس این توافق زمینی میتواند از افزایش قیمت ها در بازارهای آمریکا جلوگیری کند و همزمان خوشحالی کشاورزان آمریکایی از بازگشت چین به عنوان مشتری اصلی محصولاتشان میتواند برای آقای ترامپ محبوبیت کسب کند آن هم در روزهایی که سایه استیزا همه چیز را در واشنگتن خاکستری کرده است حمله طالبان به بگرام خشم ظلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را برانگیخته و گفته که گفتگوهای صلح در قطر متوقف شده آقای خلیلزاد در توییترش نوشته که طالبان باید در عمل نشان دهند که میخواهند به خواست افغانستان برای صلح پاسخ دهند ببرک احساس گزارش میدهد پیش از این پیام آقای خلیلزاد طالبان نیز اعلام کرده بودند که مذاکراتشان با امریکایی ها در دوحه برای مدت کوتاه توقف میکند تا آنها بتوانند با رهبرانشان مشوره کنند. موضوع اصلی از سرگیری گفتگاه امریکا با طالبان در دوها کاهش خشونت هاست که منجر به آغاز گفتگوهای های بین الافغانی و یک آتش بس شود. و مجلس سنای آمریکا برای اولین بار و به اتفاق آرا کشتار جمعی ارامنه به دست ترک های عثمانی در جنگ جهانی اول را یک نسل کشی توصیف کرده پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا همچنین قدنامی را تصویب کرده بود صبح همه شما شمندگان عزیز بخیر صبح جمعتون بخیر خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم علی حمدانی هستم و در این بامداد 22 دومین روز از آزر ماه 13 ماه میلادی دسامبر برنامه امروز رو با مهمترین خبر جهان در این ساعت آغاز کنیم بریتانیا دیشب بیدار بود انتخاباتی که روز گذشته در این کشور برگزار شد قرار بود با تعیین کرسی های پارلمان سرنوشت مجلس و حزب حاکم و دولت را معین کند تا به نوعی تکلیف برگزیت هم روشن شود با رقم هایی که شاید تا این حد پیش نمی نمیشد تا این لحظه حزب محافظه کار پیش روست نظر سنجی های پای صندوق ها هم حاکی از شکست حزب کارگر و پیروزی حزب محافظه کار با به دست آوردن 368 کرسی است که هرچند شمارش آرا البته همچنان ادامه داره در طول سه سال و نیمی که از رفراندوم ماندن یا رفتن از اتحادیه اروپا گذشته این کشور سه نخست وزیر عوض کرده دو انتخابات دو پارلمانی داشته گره و بحران مداوم بوده که تجربه کرده و همه راه ها بیفایده بوده اینک این انتخابات شاید تکلیف را روشن کند این موضوعی است که در طول دو ساعت و نیم آینده در برنامه ویژه‌ای که به صورت زنده و مستقیم تا ساعت 9 و 30 دقیقه بامداد به وقت تهران خواهیم داشت با هم بررسی می‌کنیم در بی بی سی همه بیدارند و مشغول پوشش خبرها از جمله همکارم بهرنگ تاجدین اول با این گزارش به محض پایان رأیگیری مسابقه برای رساندن صندوقها به مراکز شمارش آرا آغاز شد این اولین بار در تقریبا یک قرن گذشته است که بریتانیایی ها در ماه دسامبر برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رأی می روند به محض پایان مهلت رأیگیری نتیجه نظرسنجی بزرگ روز انتخابات اعلام شد طبق این نظرسنجی پیش بینی می شود که 50 کرسی به کرسی های حزب حاکم محافظه کار در مجلس اضافه شود و این حزب با کسب 368 کرسی از 650 کرسی مجلس اکثریت قابل توجهی به دست بیاورد. پیش بینی شده اصلی ترین حزب مخالف یعنی حزب کاری پیش بینی شده اصلی ترین حزب مخالف یعنی حزب کارگر 71 کرسی اش را از دست بدهد و حزب ملی اسکاتلند یا اس هم 55 کرسی را از آن خودش بکند. پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا میگوید موفقیت احتمالی حزبش در این انتخابات مدیون سیاست مشخصش در زمینه خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت است. همونطور که ما در کل این مبارزات گفتیم مسئله برگزیت اون بومبس رو در مجلس داشتیم. میخوایم برگزیت رو به سرانجام برسونیم. دیدی که نخست وزیر هم همین رو میگفت. در طول شمارش آرا غم از چهره اعضا و هواداران حزب کارگر میبارید اگر نتایج مطابق نظرسنجی باشد این بدترین نتیجه برای حزب کارگر از سال 1935 یعنی 84 سال پیش است جان مکدانل وزیر سایه دارایی و یکی از بلند پایه رهبران حزب کارگر مسئله برگزیت را عامل شکست حزبش میداند میدونستیم کار به خاطر برگزیت سخته اگه نتیجه شبیه این باشه واقعا مایه تاسفه ولی بعضی های دیگر میگویند دلیل شکست این حزب عدم محبوبیت جرمی کوربین رهبر حزب بوده به جز حزب محافظه کار پیروز دیگر این انتخابات ظاهرا حزب ملی اسکاتلند یا اسمپی به رهبری نیکولا استرجن است حزبی که به دنبال استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیا است و اگر طبق پیش بینی ها تقریبا همه کرسی ها در اسکاتلند را درو کند بار دیگر خواهان برگزاری همه پرسی استقلال می شود همکارم بهرنگ تاجدین که این برگزیت به بختش وصل شده اینجا در استودیو با ما ساعت 3 و 37 صبح چه خبر بهرنگ ببین تا الان نتیجه حدود 300 تا کرسی در اومده حدود 30 کرسی حزب محافظه کار حزب حاکم محافظه کار تعداد کرسیاش افزایش پیدا کرده و حدود 27 کرسی هم حزب کارگر کرسیاش کم شده نتایجی که تا الان اعلام شده نشون میده که اون نظرسنجی بزرگی که در روز انتخابات انجام شد و تو گزارش هم بهش اشاره شد اون نظرسنجی ظاهرا خیلی درست بوده و خیلی نتایج شبیه به اونه و به هر حال نشون میده که با وجود تمام ضعف های بوریس جانسون به عنوان یک شخصیت و رهبر حزب محافظه کار و با وجود تمام کاستی های مبار... این حزب در طول مبارزات انتخاباتی به هر حال تونسته نه تنها در واقع درصد آراشو بیشتر کنه که انتظار میره که یک اکثریت خیلی قابل توجهی در مجلس بریتانیا به دست بیاره و ای به این چیزی اونه... نبود که انتظارش وجود داشته باشه یعنی بود که ممکن بود پیش بینی میشد که محافظه کار ممکنه برنده بشه ولی رقم هایی که آمده ظاهرا چیزی نبوده که پیش بینی میشد. درست دقیقا یعنی انتظار میرفت که اختلاف دو حزب کمتر از ده درصد باشه به نظر میاد بیشتر از ده درصد حزب کارگر تو خیلی از مناطقی که اینها پایگاه های سنتی حزب کارگر بوده ولی در همه پرسی سال پیش به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن اون کرسیاشو از دست داده این کرسیا به حزب محافظه کار رسیده خیلی از اونجا به نظر میاد که بعضی از رای دهندگان سنتی حزب کارگر مثلا نرفتن اصلا پای صندوق نرفتن حاضر نشدن به حزب کارگر رای بدن و به همین خاطر حزب محافظه کار رأی آورده به هر حال به نظر میرسه که اگر بخوایم در واقع نتیجه انتخابات رو در یک جمله خلاصه کنیم نتیجه انتخابات این بوده که مردم بریتانیا میخوان این داستان برگزیت تموم بشه میخوان من برم دنبال یه کار دیگه <applause> <applause> البته این رو به شنوندگان و بینندگانمون بگم که اینجا در بی بی سی از ساعت ده شب به وقت بریتانیا دیشب که صندوق شد پوشش زنده اکثر رسانه ها آغاز شد. اینجا در بی بی سی هم بر ساختمان بی بی سی پروژکتور بزرگی انداختن که نتیجه آرا رو روی ساختمان نشان میده میدونم که بهرنگ قرار هستش که بری زیر بارون تا لحظاتی دیگه رو به روی همون ساختمان و برای ما از آخرین نتایج بگی مردم تماشا خواهند کرد و خواهند چنید یک سوال میپرسم قبل از اینکه بری نتایج قطعی که اعلام میشه ببین نتایج خورد خورد میاد نکته داستان این اینه که آخرین کرسی ها کرسی که مثلا در یه مناطق در اسکاتلند مثلا باید با قایق ارز کنم که صندوق رأیگیری رو بیارن به مرکز شمارش آرا به همین خاطر طول میکشه ولی انتظار میره که تا جمعه ظهر به وقت بریتانیا دیگه تقریبا همه نتایج قطعی شده باشه فکر می کنم تا زمانی که این برنامه روی آنتن هست حدود ساعت 9 تا بامداد به وقت تهران تا اندازه ای ما بدونیم که اوضاع از چه قراره سپاسگزارم به رنگ تاج دین که میدونم قرار هست به زیر بارون بری بدرقت می کنم اینجا به با پگاه بنی هاشمی صحبت بکنیم حقوقدان و از هواداران حزب لیبرال دموکرات خانم بنی هاشمی چقدر این نتیجه با این مقیاسی که میبینیم قابل پیش بینی بود برای شما با این مقیاس قابل پیش بینی نبود ولی تا یه حد خیلی زیادی قابل پیش بینی بود. به عنوان یه کسی که دارم توی این جامعه زندگی می کنم اینو می دیدم توی مردم که به شدت به سمت حزب محافظه کار، به اصطلاح چرخیده بودن و خیلی ها رو می دیدم که حتی طرفداران همطور که همکارتون هم اشاره کردن طرفداران سنتی حزب کارگر هم خیلی ها دیگه مایل نبودن که به رهبر حزبشون رأی بدن به همین دلیل حتی این حزب رو ترک کردن بنابراین این تا یه حدی قابل پیش بینی بود داشتم تو متداری... خبرها می دیدم خان بنی هاشمی بعضی از کرسی ها بعد از یک قرن که دست حزب کارگر بوده رسیده به حزب محافظه‌کار چه دلیلی داره چه اتفاقی افتاده ببینید من اینو به دو تا بخش میتونم تقسیم بکنم یکی خود مسئله برگزیت هستش خود این مسئله به اصطلاح مقداری فرسایشی شده مردم یه خود خسته شدن از این قضیه و میخوان تعیین تکلیف برگزیت بشه اما از اون مهمتر مسئله اینه که بوریس جانسون خب به هر حال طرفدارای خاص خودشو داره توی حزب محافظه کار اما جرمی کوربین رهبر کاریزماتیکی نبود یعنی واقعیتش این بود که حتی از سالهای پیش زمانی که من با خیلی از بریتانیایی‌ها در این رابطه صحبت کردم جرمی کوربین محبوب نبود و این یکی از بزرگترین معضلات حزب کارگر شد توی این مقطع خیلی حساس فکر کنید که برگزیت نتیجه چه خواهد شد فکر کنید تکلیف برگزیت اونطور که حزب محافظه کار میگفت مدام این سوانسو در شبکه‌های اجتماعی بوریس جانسون میگفت بیاین شرکت بکنید به حزب محافظه‌کار رای بدید

آیا تکلیف برگزیت روشن خواهد شد؟ قطعا تکلیف برگزیت روشن شد من فکر کنم امشب بوریش جانسون به آرزوی دیرینه خودش رسید این آرزو رو داشت که به اصطلاح آخر ماه اکتبر اصلا این اتفاق بیفته که خب علا رقم میل باطنیش پارلمان مجبورش کرد که یه تمدیدم بخواد از اتحادیه اروپا فکر می‌کنم الان یکی از خوشحال ترین آدم های این کشور بوریس جانسون که حالا می‌تونه به آرزوی خودش برسه حالا میتونه بلافاصله توافق احتمال بسیار زیادی هستش که بلافاصله توافق به دست اومده با اتحادیه اروپا رو به پارلمان ببره و تصویب کنه اجازه بدید این رو بگم که همین حالا که با هم صحبت می‌کنیم من در صفحه تلویزیون می‌بینم که بوریس جانسون مشغول صحبت کردن از حوزه رگیری آکس هستش آقای جانسون داره میگه که با رای که گرفته به حزب محافظه‌کار که برنده شده اونطور که من دارم می‌خونم در زیر نویس به خدمات پزشکی رایگان در این کشور کمک خواهد کرد میگه 6000 تا بیمارستان من خواهم ساخت و میگه برگزیت رو به انجام خواهم رسون به حال بسیار چهره آقای جانسون اونطور که میبینم حالا ساعت و 44 دقیقه به وقت بریتانیا خسته است اما همونطور که شما هم گفتید خانم منی هاشمی بدونید که ببینید ایشون رو بسیار بسیار خوشحال به نظر میرسه اجازه بدید که به خبرهای مرتبط با بریتانیا باز خواهیم گشت و ادامه خواهیم داد خبرها رو مرتبط با آنچه که در این کشور میگذرد از روز گذشته که انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شده اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به سایر نقاط جهان و گزارش ها از دیگر نقاط این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود به ایران برویم خبرها از ایران هاکی است که مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر درباره سرکوب اعتراض‌های های آبان ماه بازداشت شده آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال 88 هم دستگیر شده خبر آمده که برخی دیگر از امضا کنندگان این نامه هم احضار شدند در همین حال مصطفی تایت در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران گفته نوشتن این بیانیه کار جمعی است ما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردن دو سال کردن اول اینکه چه کسی این رو نوشته و چه کسی امضاش رو جمع کرده برای همین بنده به سراحت میگویم که با اینکه نویسنده بیانی من نیستم اما مسئولیت این کار رو بر عهده میگیرم در گفتگو با حسین احمدی نیاز حقوقدان مقیم هلند نخواد سوال کردم به فرض نوشته شدن بیانیه توسط آقای تایزده آیا او به جرمی مرتکب شده؟ اساسا آقای تاجزاده مرتکب هیچ جرمی نشدن ایشون در چارچوب قوانین جاری ایران و اصول مسلم حقوقی که از اون برخوردار هستند به همراه تعداد دیگری از فعالان اصلاح طلب در ایران هفتاد و 76 نفر با ایشون هفتاد و ایشون هفت نفر نامه ای رو در باب انتقاد از نفه رفتار و برخوردی که حکومت ایران با اعتراضات آبان 98 داشتن نگاشتن الان در حال حاضر حکومت جمهوری اسلام ایران در یک وضعیت بسیار عجیب و غریبی گرفتار شده و این گسست موجود باعث شده که هر از چندگاهی به افراد مختلف بتازد و در این راستا آقای تاجزاده و تعداد دیگری از امضا کنندگان این نامه را مورد بازخواست قرار دادند که هرگز این بازخواست نمیتونه منطبق با قانون باشه نابردباری دولت ایران در این زمان بسیار پایین اومده و همین هم موجب شده که احزاری های غیرقانونی برای اشخاص و افراد ارسال بشه بیاین رو فرض بکنیم که آقای تایزدی مسئولیت رو قبول بکنن آیا این کمکی میکنه به وضع سایر بازداشت شده اصلا قانون چی میگه در این زمینه؟ اساسا تأثیری نداره واقعی تایدزاده برای بیان احساس مسئولیت خودش در قبال این موضوع و پیشگیری از احزار افراد دیگر 76 نفر اقدام به این امر کردن اما بحثی که وجود داره کل حاکمیت به انهای مختلف از زمانی که این نامه نگاشته شد در وهله اومد اول اومدن تعدادی از اینها را ترساندند که به هر نفی شده امضای خودشان با این نامه پس بگیرن ادعای جلی این نامه رو مطرح بکنند نامه تعدادی از این افراد منتشر شد خبرگزاری فارس و تسنیم و سایر رسانه‌ای وابسته به حاکمیت رادیکال ایران بسیار تلاش کردند تفرقه بین این تعداد افراد بندازند و از دیگر سو دادسرایی فرهنگ و بده، دادسرایی امنیت اقدام به احضار بعضی از این افراد که آقای تاجزاده برای پیشگیری از این مسئله مسئولیت این موضوع را متوجه خودشون میکردن اما به گمان من حاکمیت در تلاش از تک تک این افراد را بدون در نظر گرفتن مسئولیت این نامه توسط آقای تایزاده همه را احضار بکنه و ظاهرا روند تاندی رو در برخورد بازداشت و تعقیب کیفرین این افراد انجام داده اما چیزی که وجود داره این است که هیچ کدوم از این افراد مرتکب جرم نشدن هیچ کدوم از این افراد در حال حاضر وفق قانون دادرسی کیفری ایران مرتکب جرم نشدن مثلا یکی از این افراد آقای محمودیان وقتی که به دشابه چارمی دادسرای فرهنگ و رسانه اونجا مراجعه میکنن خب ایشون کسی بودن که وضعیت وحشتناک کهریزک را در سال 88 فاش کردن میبینن بازجوی ایشون همون داخل اتاق آقای باسپورس هستن معترض میشن که بازجو بایستی به بیرون از اتاق هدایت بشن وقتی بعد پس از نیم ساعت بازجو میاد بیرون باسپورس با تبانی بازجو تا پایان وقت اداری ایشون را در بیرون نگه میدارن عنوان اتهامی را تعویض میکنه قرار کفالت را به قرار سنگین وسیقه 500 میلیونی تبدیل کنند و همین مسئله موجب بازداشته ایشون میشه ببینید نوع فشاری که نهادهای امنیتی بر نهاد قضایی دارن و فقدان اون استقلال قضایی موجب تعقیب کیفری بسیاری از این شهروندان شده یعنی چه در اعتراضات 88 چه افرادی که معترض نقه برخورد حاکمیت با معترضین بودند همه موجب شده هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون و رفتار یک عدالت قضایی نباشه گفتگو میکردم با حسین احمدی نیاز اما در خبری دیگر از ایران مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ایران گفته که آمار ثبت ولادت ها در سال جاری بیش از 300 هزار ولادت کمتر از سال 94 بوده حامد برکاتی به رشد یک ممیز یک دهم ده درصدی جمعیت سال 98 نسبت به سال 97 اشاره کرده و گفته که سن ازدواج افزایش و فرزندآوری به تاخیر افتاده که حل این مشکل فقط به عهده وزارت بهداشت نیست و همکاری به گفته او جهادی را می طلبد. در گفتگو با جلیل ایجادی استاد جامعه شناس در پاریس پرسیدم آیا جمعیت ایران روبه هست؟ رو به با... کاهش است؟ یک نکته اصلی اساسی رو باید در نظر بگیریم یکی مسئله رشد جمعیت و یا نرخ رشد جمعیت است دومین نکته مسئله باروری جمعیت هستش یعنی به عنوان نمونه در مورد رشد جمعیت یک قرن جمعیت ایران هشت برابر افزایش پیدا کرده یعنی امروز رسیده به 8۴۵ میلیون حال آنکه در ارتباط باروری جمعیت یعنی تعداد فرزند نسبت به زن و در این زمینه ما با یک روند کاهشی مواجه هستیم یعنی الان البته متاسفانه آمارها همیشه دقیقی نیست و حتی آمارهایی که سازمان ملل گفته و یا بانک جهانی گفته اینها باز برابری نداره ولی به حال آماری که میشه به نحوی روش توافق کرد این هستش که میزان نرخ باروری در حال پایین آمدن هستش میشه گفت نزدیک مثلا یک ممیزه هشت و خورده ای هست و این رو اگر مقایسه بکنیم با چند سال پیش این میزان در حال افت هستش پس بنابراین خود این امر بله البته به معنای رشد کل جمعیت نیست ولی این میزان افت بیان مسائل دیگه ای هستش که در جامعه هست که به اون میشه پرداخت مثلا چه مس... مسئله میخواستم ازتون سوال بپرسم چون به هر حاکمیت در طول خصوصا دو سال گذشته بسیار کوشیده که تشویق بکنه فرزندآوری رو شخص رهبر جمهوری اسلامی بارها تشویق کرده و حتی گفته جمعیت ایران میتونه دو برابر مقدار کنونی باشه پس مشکل چیه بله ما اگر مثلا به سالهای شست برگردیم در سالهای شست با اون نرخی که اون زمان وجود داشت الان چه جمعیت ایران حدود یک رقمی بین نزدیک 150 الی 180 میلیون میشد ولی اون میزان رشد اوف کرد تا اینکه در این نقطه ما قرار گرفتیم و این مسئله اصلی چیست چرا این در واقع سقوط پیدا حالا البته نمیشه گفت سقوط ولی کاهش پیدا کرده این به خاطر این هستش که یک شما در نظر بگید وقتی که جوامه در اون جوامع زنها وارد بازار کار میشن میزان تحصیلاتشون میره بالا یکی از عواملی که از جامعه شناسی جمعیتی توضیح میدن بناگذید نتیجه این پایین آمدن نرخ باروری هست نکته دوم در ارتباط با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم هست هرچند که این شرایط نامناسبتر و سنگینتر برایشون باشه بنابراین باز این مسئله پایین میادش چرا پایین میاد به خاطر اینکه خانواده ها یعنی کسانی که میخوان ازدواج بکنن یک دغدغه خاطری دارن و این دغدغه خاطرشون این هستش که کی ازدواج بکنن و کی دارای فرزند باشن و همینطور که ما میدونیم در ایران همین مسئله حتی سن ازدواج داره به عقب میافته به چه خاطر به این خاطر که بلافاصله ازدواج یعنی داشتن مسکن ازدواج یعنی داشتن امکان درآمد برای خودشون و سه ازدواج یعنی نوعی امید به اینکه در این جامعه امنیت بیتونه برقرار بشه و به این که به ازدواج تمایل داره آقای ایجادی میخواستم اتفاقا در مورد سن ازدواج از شما سوال بپرسم به نقل از مدیر کل دفتر سلامت جمعیت استان خراسان شمالی از جمله بیان شده نقل به این میکنم سن ازدواج دختران به بالای 24 سال و سن پسران به بیش از 25 سال افزایش رفته که توازن برقرار کردن اقدامی است که از حاکمیت برمیآید و فقط به عهده وزارت بهداشت نیست حاکمیت چی کار میتونه بکنه ببینید حاکمیت یعنی منظور اگر به سلام... نظام شد مجموعه کل از... حکومت منظور هست فکر بله حتما من منظور ایشون اینه که فقط به اون بخش وزارتخانه بهداشت مثلا بر نمیگرده بلکه مجموعه دستگاه دولتی خود دولت و همچنین نظام جمهوری اسلامی و قدرت سیاسی در ایران برمیگرده اونها از یک سو از یک سو طی این سالهای گذشته پیوسته به صلاح سعی کردن که تشویق بکنن این میزان در واقع هم رشد جمعیت افزایش پیدا بکنه هم در این حال تشویق کردن به مسئله ازدواج و غیر ولی از سوی دیگه در شرایط کنونی اونها علاقه که به بسیار خاص خودشون اعلام کردن ولی که هرگز شرایط لازم رو برای این امر در واقع به وجود نیه بردن یعنی اگر جوانان پی ازدواج نمیرن و این ازدواج های عقب میفته علاره که حتی وزارت بهداشت، وزارت به هر حال مسئولین این بخش بخوان اقدام یا تشویق بکنن کل ماجرا در ارتباط با سیاست های دولتی در عرصه اقتصاد در عرصه مسکن سازی در عرصه امنیت کشوری غیر زالک اینا شرایط لازم رو به وجود نمیاره یعنی در واقع حاکمیت ناتوان از برقراری و فراهم آوردن شرایطی هست که اون شرایط اجازه بده به جوانان که به سوی ازدواج برن گفتگو میکردم با جلاله ایجادی اما میخواستم از شما شنوندگان و مخاطبان این برنامه سوال بکنم که چی فکر میکنید در مورد آنچه که شنیدید به نظر شما دلیل این کاهش جمعیت چه است با وجود دستورات مقامات از جمله رهبر جمهوری اسلامی چرا میل به فرزندآوری کمتر شده با ما تماس بگیرید دیدگاههای شما در این برنامه در تلگرام به بیبیسی شما بامدادی ات بیبیسی کo یوk ۲صفر ۴چ ۳۷فد ارز کنم خدمت شما که قبل از اینکه برنامه را ادامه میدیم با گزارش خبری مرتبط با سایر نقاط جهان دو خبر مرتبط با انتخابات در بریتانیا رو به شما بگم اول اینکه خبر آمده که جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته که از رهبری این حزب کنارگیری خواهد کرد آقای کوربین گفته این به وضوح شبی ناامید کننده برای حزب کارگر است در کارزار انتخاباتی ما یک مانیفست امید و همبستگی ارائه دادیم که امید داشتیم بی اصلاح شود آقای کوبین بنابراین از رهبری حزب کارگر که شکست سنگینی رو متحمل شده کنار خواهد رفت اما بشنوید از رهبر حزب لیبرال دموکرات که کرسی خودش رو باخته این در واقع رهبر حزب رنگ نیاورده در حوزه انتخابی خودش خانم جو سوینسن هم در سخنان کوتاهی پس از اعلام نتیجه حوزه انتخاباتیش گفته که نتیجه فعلی برای میلیون ها نفر وحشتناک هستش و ساعت حالا به وقت بریتانیا سه پنج و هفت دقیقه بامداده اجازه بدید خیلی سریع به شما بگم که لندن روز گذشته بسیار بسیار, بسیار بارونی بود یکی از ناگوارترین روزها برای برگزاری که انتخابات بریتانیا یا عادت دارن در فصل بهار به پای صندوق های رای میرن که هوا بهتر است به حال دیروز بارون سنگینی هم میمد امروز هم قراره که بارانی باشه هوا دمای هوا حالا هفت درجه است برای صفر تهران سرتر شش تبریز دو مشهد یک رشت هشت کابل دو و دوشنبه چهار درجه است بالای صفر این برنامه فارسی بی بی سیست که از لندن پخش می شود سلام ویژه من به همه شما شنوندگانی که این برنامه راست را از طریق رادیو میشنوید هر جا که هستید سر میز صبحانه یا در حال رانندگی می توانید چشم بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی BBC بی, بی سی آغاز کنید. ممنونم که روزتون رو با چشمانداز بامدادی بی, بی سی آغاز کردید. بر این برنامه تا ساعت 9 و سی دقیقه بامداد به وقت تهران 10 و نیم به وقت کابل و یازده به وقت دوشنبه ادامه خواهد داشت برنامه ویژه است طولانی در مورد انتخابات در بریتانیا اما قبل از اون مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار و به اتفاق آرا کشتار جمعی ارامنه به دست ترکهای عثمانی در جنگ جهانی اول را یک نسل کشی توصیف کرده مجلس نمایندگان آمریکا هم اخیرا چنین قطنامی رو تصویب کرده بود هرچند این قطنامه غیر آور است ترکیه متحده آمریکا در سازمان ناتو به شدت به آن حساس است اجازه بدید با امیر پیام صحبت بکنم خبرنگار ما از واشنگتن امیر از جزئیات این قطنامه برامون بگو بله این قطنامه همونطور که اشاره کردی دست کم تو سه هفته یک مثل باب منندز یا حتی تهت کروز جمهوری خواه در سحن علنی سنا تلاش کرده بودند که اونو به تصفیب برسونن منطقه ها هم کاف سفید مخالف بود چون که آی ترامپ و دولتش تلاش داره که کدورت ها بین آنکارا و واشنگتن را از بین ببره به خصوص سر مسائل سوریه و حمله اخیر ارتش ترکیه به مقر کورت های متحد آمریکا در جنگل داعش در سوریه بودند اما بالاخره امروز نمایندگان سناتورهای کنگره با رأی مثبت خودشون این قسمت ما به تصویب رسوندن سناتور باب من اندازه دموکرات اهل نیوجرسی که خیلی تلاش داشت در این شکگیری این رای امروز در حالی که تلاش میکرد اشکای خودش رو نگه داره تشکر کرد از همه سناتورها سناتور تد کروز از تگزاس یک جمهوری خواه اون هم در سخنرانی خیلی قرایی سعی کردش که از سناتورها به خاطر که اون چه اون میگفت ایستادن در برابر حقیقت در برابر شیطان و به رسمیت شناختن مرگ یک نیم میلیون نفر بیگناه ارمنی در دوران امپراتوری عثمانی تشکر کرد از سناتورها اما همونطور که گفتیم قصنامه الزام آور نیست و آقای ترامپ نباید اون رو امضا کنه و دولت رو موظف به چیزی نمیکنه در برابر این نسل کشی رو وارد تاریخ رسمی آمریکا میکنه و با به رسمیت شناختن اون در اصل به حافظه جمعی آمریکا این کشتار رو به عنوان نسل کشی یادآوری میکنه موضع دولت رو هم بگو دولت آقای ترامپ دولت آقای ترامپ به خاطر مشکلاتی هم میدونیم پیمان در پیمان ناتو با ترکیه بسیار همکاری داره در جریان سوریه با همدیگه روبروی هم, رو رو هم ایستادند در جریان کودتای نافرجامی که در ترکیه اتفاق افتاد به خاطر آقای فتوالله گولن با همدیگه رو در روی ایستادند اما آقای ترامپ از زمانی که وارد کاخ سفید شده تلاش کرده که این قدرت را از بین ببره هرچند که در مسائلی مثل, مثل مثلا گروگان گرفتن یا زندانی شدن اون کشیش آمریکایی در ترکیه در برابر اونها ایستاد و تهدید به تحریم اقتصادی کرد الان هم در طی این سه هفته گذشته بسیار کافسفی تلاش کرد که این رو به عقب زندازه چرا که هنوز به نظر میرسه اون تنش اخیری که بین آقای اردوغان و آقای ترامپ بر سر مسائل کردها و حمله به کردها در مرز سوریه که 200 کشته و حدود 200 هزار آواره کرد رو بر جای گذاشت برطرف نشده اما سناتورها هستند اون رو به تصویب برسونن متعاقب اون که در مجلس نمایندگان هم چندی پیش با 4 تا پنج رأی موافق در برابر تنها 11 رأی مخالف این غصنامه تصویب شده بود و به این ترتیب کنگره تکلیف خودش رو با این موضوع مشخص کرد و حداقل به صدها هزار ارمنی که در مخصوصا در جنوب کالیفرنیا مستقر هستند و سالها به دنبال تصویب همچین قدنامه برای به رسمیت شناختن یکی از مسائل تاریخشون بودن جواب مثبت داد سپاسگزارم امیر پیام که از واشنگتن با ما صحبت میکرد ساعت چهار بامداد چهار و دو دقیقه بامداد است به وقت لندن یازده و دو دقیقه شامگاه گذشته است در واقع به وقت واشنگتن واشنگتن همچنان پنجشنبه شب هستش اجازه بدید که بریم سراغ سایر خبرهای ایران در ایران در یک نگاه عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره سرکوب معترضان از حکومت ایران به گفته ای آقای موسوی غیر حرفه‌ای، مغرضانه و مداخله جویانه است. آقای موسوی گفته نقل قول می جمهوری اسلامی ایران در نارامی ها و آشوبهای اخیر در کشور قطعا صف دشمنان و عاملان کشتار مردم بیگناه و حامیان خارجی آنها را از دیدگاه های معترض جدا دانسته و با توجه به نتایج بررسی ها و تحقیقات تصمیمات لازم را در راستای احترام به حقوق مردم ایران و همینطور تامین امنیت پایدار اتخاذ خواهد کرد. دیروز هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در سخنانی در پارلمان این کشور سرکوب خشن و کشته شدن معترضان در ایران را محکوم کرده بود هایکو ماس گفته که شمار کشته شدگان مشخص نیست اما گمان می‌رود صدها تن جان خود را از دست داده باشند دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به دیدن خانواده های بعضی از کسانی رفته که در جریان اعتراض های آبان ماه گذشته کشته شدند. علی شمخانی گفته که اکثر کشته شدگان در شهرستان های تهران در اعتراضات حضور نداشتند و به صورت مشکوک به قتل رسیدند. این در حالی است که گزارش های غیر دولتی و فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی از شریک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان در مناطق مختلف ایران حکایت دارد. نزدیک به یک ماه از شروع اعتراض ها می ولی منابع رسمی هنوز نگفتند که چند نفر کشته شدند. و نماینده بلژیک در اتحادیه اروپا خواهان افزایش فشار بر حکومت ایران به دلیل نقص حقوق بشر شده فدریک ریس گفته که در تلاش است جلسه اضطراری در پارلمان اروپا ترتیب دهد تا اقدامات تنبیهی علیه مقام های ایران به رأی گذاشته شود او در نشست در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت میکرد که برای بحث درباره وضعیت اقلیت‌های های قومی و مذهبی در ایران ترتیب داده شده بود شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم در این نشست از آنچه مدارای بیش از حد اروپا با دیکتاتورها خواند انتقاد کرد و خواهان اقدام عملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در ایران شد. خب صبحتون بخیر شما دیگران عزیز در این بامداد جمعه امیدوارم که حال احوالتون هر کجایی که هستید خوب باشه این برنامه ویژه چشمانداز بامدادی است که مدت دو ساعت و نیم ام، یعنی یک ساعت و نیم بیش از معمولش به صورت زنده مستقیم از پایتخت بریتانیا لندن بخش میشه جایی که 24 ساعت هیجان رو بعد از ماها سردرگمی تجربه کرد انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شده و نتایجش شمارش داره بیرون میاد تا این لحظه ما میدونیم که حزب محافظه کار پیش رو هستش رهبر حزب کارگر بعد از شکست سنگین گفته که کنارگیری میکنه و رهبر حزب لیبرال دموکرات دیگر رقیب این دو حزب هم خودش رای نیاورده کمی دیرتر باز خواهیم گشت به انتخابات بریتانیا و خبرهای مرتبط با اون اما اجازه بدید که مانند هر جمعه در قیاب روزنامه های تهران بشینیم پای صحبت محسود بهنود و مرور مجله های هفته ای که گذشت بررسی مجلات این هفته رو شروع میکنیم با بخارا و تندیس ماهنامه بخارا که این شماره دو برابر حجم همیشگی خودش داره برای مهرابا منتشر شده است پربرگتره در حدود 600 صفحه است ولی بیشتر که مثل همیشه پروپیمونو از اطراف دید شده غیر از صفحات ثابت صفحات اضافی جدید هم داره رو جلدش تصویری هست از آقای دکتر منوچهر مرتزوی استاد برجسته که سال هاست که دیگه در قید حیات نیست ولی چقدر خوبه که مردم تبریز و بخارا با هم دیگه قرار گوشتن که یک شبیه رو به ایشون اختصاص بدن و به یادش بیارن خدماتی که کرد آدم مرد محجوب که در همون زمانهای قبل از انقلاب هم که ما او رو میشناختیم استاد بسیار توانا وقتی انقلاب شد به آرامی از صحنه خودش دور کرد و از استادی دانشگاه تهران صرف نظر کرد و رفت و گوشه نشست و در همه این سالها هم از ایشون خبری بدون معنی نگرفتیم و چقدر خوبه که شاگردان ایشون و هم به مناسبت یاد کردن مجله غیر از این که احوالات ایشون رو معرفی میکنه و این معرفی خوبی است غیر از این یک دو مقاله از ایشون رو هم به عنوان نمونه از جمله مقاله رجب شهریار رو گذاشته تا اینکه شما ببینید اما مجله شروع میشه با دو تا شعر تازه آیب تاج سایه آیب تاج در یکی از اینا همزاد میگه هزار سال پیش شبیه که ابر اختران دوردست است میگذشت از فراز بام من صدام کرد چه آشناست این صدا همان که از زمان گاهواره میشنیدمش همان که از درون من صدام میکند هزار سال من از میان جنگل ستاره ها پی تو گشتم ستاره ای نگفت که از این سرای بی کسی کسی صدات میکند هنوز دیر نیست هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست عزیز هم زبان تو در کدام کهکشان نشستی سه ماه پیش آقای سایه این رو سرودند و تاریخ داره زیرش که نشون میده خورداد همین امسال هست در بین مطالب بسیار خوبی که در این شماره فراهم هست واقعا حتی احسا کردنش هم ممکن نیستش مقاله دکتر عبدالرحمن نجل رحیم رو خوندم که درباره تئاتر است به عنوان پادزهر احساس تنهایی مسموم مزمن دکتر نجل که عصب شناس هست این اواخر پرکارتر از همیشه به کار نوشتن میپردازه و این غنیمتی است و اجازه بدید که از گزارش های دیگه مجله به خاطر وقت بگذرم و بریم به سراغ تندیس تندیس نشریه ای است که از اسمش اینطوری است که ما رو هدایت میکنه به طرف مجسم سازی ولی نشریه تخصصی هنرهای تجسمی است همینقدر برای اینکه با روح و روان کارکنان شاشنا بشید بخشی از این اعلامیه ای رو که دادند همین هفته گذشته ببینید میگن ما هیئت تحریری تندیس همزمان با انتشار دیرهنگام مجله و سوگوار در سرکوب ظالمانه اعتراضات اخیر به عنوان بخشی از بدنه تجسمی خشونت چند جانبه در برابر اعتراضات به حق مردم رو محکوم میکنیم بر این باوریم که در مقابل چنین خشونتی که در جامعه ایران سابقه دارد نمیباید سکوت کرد اما در شماره ای که با تاخیر به همین دلیلی که در نوشته کاملا پیدا بود که چیست آمده است تاکید بر منوچر یکتایی نقاش خیلی خوب هست که گاهی شعرم و در مقاله نوشته است خانم ابری است شاید همین اشاره کافی باشه برای اینکه بگیم که چی نوشته است که اول روزهایی که گذشت غیر از تلخ کامی نکته جدی دیگری به همراه نداشت. سخت و تأصفبار است, تأصف است گفتن و نوشتن از ای که جان آدمی به های سنگین آن است و بی تدبیری دولت تدبیر و امید دستور و عمل ناکارآمد و ناامید کننده آن. همواره از امید به آینده گفتیم تا چراغ راهمان باشد قافل از اینکه که قاعده این روزگار بر ناامیدی است با این مقدمه شروع کرده است و بعد هم توی که گفتم سهم اصلی رو اختصاص داده است به آقای اکتایی که هم امسال فوت شدند و یکی از چهره قدیمی نقاشی بودند و از چهره سرشناس و خود مجله یک نوشته ای رو از توماس مکویلی ترجمه کرده است درباره یکتایی با هم نگاهی گذرا کردیم به دو نشریه بخارا و تندیس خدمت شما بگم که در ساعت دوم چشمانداز بامدادی بی بی سی به بخش دوم مرور مجله های آقای بهنود باز خواهیم گشت این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود اجازه بدید که باز کردیم به انتخابات در بریتانیا و نتایجش که حالا در صدر خبرهای بین نشسته قبل از اینکه بریم سراغ تازه ترین نتایج به این سوال جواب بدیم که سیستم انتخاباتی بریتانیا چگونه است چه کسی نماینده پارلمان میشه رابطه میزان رأی و کرسی هایی که احساب به دست میارن چطوره نیمه نامجو برای پاسخ به این سوال ها این گزارش رو تهیه کرده تا شما رو با شیوه رأیگیری انتخابات سراسری و اصول اون بیشتر آشنا کنه در بریتانیا رای دهندگان مستقیما نخست وزیر رو انتخاب نمی کنند با من بمونید تا بیشتر توضیح بدم مردم هر منطقه تصمیم می گیرند که چه کسی نماینده اونها و منطقهشون در پارلمان باشه منظورم از منطقه حوزه های رایگیری هست 650 حوزه رایگیری در بریتانیا وجود داره که شامل انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی میشه. هر حوزه رایگیری به طور معمول بین 60 هزار تا 80 هزار رای دهنده داره در روز انتخابات رای دهنده ها در هر حوزه یک نفر رو از فهرست نامزدها انتخاب می کنند نامزدها اکثرا از احزاب سیاسی شناخته شده هستند اما نامزدهای مستقل هم میتونن در انتخابات شرکت کنند هر نامزدی که بیشترین رای رو در هر حوزه بگیره برند است در این سیستم اصطلاحا کسی برنده است که اول از خط پایان بگذره اصطلاحی که از مسابقات اسب سواری وارد دنیای سیاست شده بنابراین یک نامزد برای انتخاب شدن فقط باید رأی بیشتر از رقیبش بگیره و برنده هر حوزه به عنوان نماینده پارلمان شناخته میشه یعنی کرسی در مجلس عوام بریتانیا خواهد داشت جایی که نمایندگان میتونن درباره قوانین تصمیم گیری کنند و همینطور بر عملکرد هم نظارت کنند پیش از انتخابات تاکید زیادی هم بر کرسی های وفادار به احزاب و همینطور کرسی های با رقابت نزدیک میشه کرسی های وفادار به حزب مربوط به حوزه هایی هست که معمولا به یک حزب خاص رای میدند البته گاهی هم ممکنه نامزد حزب رقیب برنده بشه اما در حوزه های با رقابت نزدیک همونطور که از اسمش هم پیداست پیش بینی برنده کار بسیار سختیه در روزهای منتهی به انتخابات نامزدها برای جلب نظر مردم در این حوزه ها تمام تلاششون رو میکنند اما سرنوشت رأی کسانی که از برنده حمایت نکردن چی میشه دقیقا هیچی در انتخابات قبلی بریتانیا 14 میلیون رای به نامزدهای بازنده داده شد که حدود نیمی از آرای اون انتخابات رو شامل میشه و این به معنای اینه که سهم احزاب از آرا رابطه مستقیمی با کرسی هایی که به دست میارن نداره در انتخابات سراسری سال 2015 حزب محافظه کار 37 درصد آرا رو گرفت اما بیشتر از نیمی از کرسی های پارلمان رو به دست آورد حزب استقلال بریتانیا فقط صاحب یک کرسی شد اما 13 درصد از آرای سراسر کشور به نامزدهای این حزب داده شد اما نماینده پارلمان از هر منطقه نماینده همه مردم اون منطقه خواهد بود و نه تنها کسانی که به او رأی دادند نخست وزیر هم به طور معمول رهبر حزبیه که بیشترین کرسی ها رو به دست بیاره همکارم نیمه نامجو بود چمندگان عزیز اجازه بدید نگاهی بندازیم به انتخابات آنچه که در 24 ساعت گذشته رخ داده دیروز در بریتانیا انتخاباتی برگزار شده انتخاباتی زود هنگام برای اینکه تکلیف تکلیف حزب حاکم و در نتیجه تکلیف سرنوشت برگزیت مشخص بشه تا حالا حزب محافظه کار پیش روست و حزب کارگر شکست سختی رو متحمل شده جرمی کربین رهبر حزب کارگر گفته که از رهبری این حزب کنارگیری خواهد کرد آقای کربین گفته نقل به این میکنم این به وضوح شبی ناامید کننده برای حزب کارگر است در کارزار انتخاباتی حزب کارگر یک مانیفست امید و همبستگی ارائه داده شده بود که این مانیفست امید داشت بی ادالتی ها رو به گفته آقای کوربین اصلاح بکنه که به هر حال آنطور که خبرها میگویند حزب کارگر شکست سختی خورده اما یکی از احزابی که در واقع برنده شاید پیروز این انتخابات بود به جز حزب محافظه کار حزب اس ان پی یا حزب ملی گرای اسکاتلند هستش که تا این لحظه که با شما صحبت میکنم کنم 38 صندلی یا کرسی رو در واقع برده گفته میشه که تا بیش از 50 کرسی رو خواهد برد که به هر حال رکورد خواهد زد این حزب از جمله طرفدار استقلال اسکاتلند از بریتانیاست و گفته میشه اگر که رای بیاره تمام کرسی های اسکاتلند رو در واقع یا اکثرش رو برنده بشه برای اینکه رفراندوم دیگری برای استقلال اسکاتلند برگزار بشه لابی خواهد کرد به از اون مواردی هست که در بریتانیا حساسیت برانگیز هست میدونیم که چند سال قبل پیش از رفراندومی که منجر به بریکزیت در بریتانیا شد یا به بحث بریکزیت رو مطرح کرد در واقع رفراندوم مرتبط با ماندن یا نماندن اسکاتلند در بریتانیا بودش یک پیام هم من بخونم قبل از اینکه بریم سراغ ادامه برنامه خصوصا آخرین نتایج که میدونم هم کنم به رنگ تاجدین اگر این برنامه را از طریق تصویری نگاه میکنید حالا رفته زیر بارون روی نقشه بریتانیا روبروی در بی بی سی آن جایی که در فضای باز همه خبرنگاران بی بی سی به زبانهای مختلف به برای کانالهای مختلف مشغول گزارش روند شمارش آرا هستند مستقر هست تا ما رو در جریان قرار بده پیام برای شما بخونم اردشیر نوشته به نظرم برخی مواضع و آرای مخالف اسرائیل جرمی کوربین در کاهش رأی آوردن و محبوبیت وی در افکار عمومی بریتانیا تاثیر داشته این نظر اردشیر بود ارز کنم خدمت شما که پرهام گفته در خصوص علت عدم استقبال مردم بریتانیا از حزب کارگر یک برنامه تجلیل داشته باشید که داریم همین کار رو میکنیم اگر که گوش بکنی پرهام جان مرتبا داریم صحبتش رو میکنیم این برنامه برنامه اختصاصی و ویژه ما تا ساعت نه و نیم بامداد به وقت تهران ادامه خواهد داشت این برنامه تا ساعت 9 صبح از طریق امواج رادیویی و تا ساعت نه نیم بامداد از طریق تلویزیون فارسی بی بی سی پخش میشه فرکانس های رادیویی ما رو یادداشت کنید هر جا که هستید سر میز صبحانه یا در حال رانندگی می توانید بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. اینجا در بریتانیا انتخابات از جمله دلیل هایی که رسانه ها بتونن جولان بدن تلویزیون های مختلف با آرتیست بازی های مختلف در واقع انتخابات رو پوشش میدن این شما و این بهرنگ تاجدین از روی نقشه جادویی بریتانیا و نتایج انتخابات بهرنگ از آخرینها ها برامون بکن علی من اینجا روی یک نقشه بزرگ بریتانیایی استادم که همکارانم هم اینجا جلوی ساختمون بی بی سی درست کردن نقشه ای که 650 جا داره برای 650 کرسی و هر کرسی وقتی نتیجهش اعلام بشه میان یک در واقع یک... کاشی میذارن که با رنگ اون حزب نتیجه رو مشخص کنه آبی برای حزب محافظه کار و قرمز برای حزب کارگر نارنجی برای حزب لیبرال دموکرات من الان جایی هستم که در واقع کرسی های لندن رو نشون میده پایتخت بریتانیا و جایی که بیشتر این تعداد کرسی های انتخابات رو داره میبینید خیلی از این کرسی ها قرمز به نشانه اینکه حزب کارگر اینها رو برده و خب اینجا جزء پایگاه های اصلی حزب کارگره ولی همینجوری از جنوب انگلستان که ما کم کم بریم به سمت شمال میبینید که تعداد کرس در واقع کاشی آبی تعداد کرسی‌هایی که حزب محافظ کار برده داره بیشتر میشه این هوای بارونی لندن هم کار رو یه خورده جالب کرده می‌بینید همینجور که به سمت بالا میایید اینها خیلی از این مناطق مناطقی ای بوده که پایگاه‌های سنتی حزب کارگر بوده در مرکز انگلستان و در شمال انگلستان ولی خیلی از این مناطق مناطقی هم بودن که توی رفراندوم سه سال و نیم پیش به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن و حزب کار موفق شده بعضی از اینها رو از حزب کارگر بگیره بعضی از این کرسی ها رو از حزب کارگر بگیره من همین جور که روی نقشه به سمت شمال برم کم کم میرسم به اسکاتلند جایی که میبینید کسایی که توی تلویزیون میتونن ببینن می‌بینن که خیلی از کاشی ها زرد شده زرد نماد حزب اسمپیه حزب ملی اسکاتلند حزبی که خواهان استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیا و دنبال این هست که یک همه پرسی دیگه برگزار کنه پنج سال پیش یک همه پرسی برگزار شد که اون موقع استقلال اسکاتلند از بریتانیا رای اید... نیورد ولی این حزب محبوبیتش تو این مدت افزایش پیدا کرده میگم داره اکثر کرسی ها رو کسب میکنه حتی رهبر حزب لیبرال دموکرات رو تونست شکست بده و رهبر حزب لیبرال دموکرات کرسیش رو در اسکاتلند باخت. اگر به این سمت نقشه بریم اینجا ایرلند شمالیه جایی که در واقع اکثر احزاب بزرگ بریتانیا تو شرکت کنند احزاب خودش رو داره این کرسیهای، های این کاشی های صورتی نماد حزب دی یو پی حزبی که تا همین قبل از انحلال مجلس در واقع متحد حزب محافظه کار بود ولی به نظر میاد بعد از این انتخابات دیگه حزب محافظه کار به این حزب احتیاج نداره و میتونه به تنهایی سیاست هاش رو اجرا کنه مهمترین سیاستش هم چیه خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه ژانویه یعنی حدود یک ماه و نیم دیگه سپاسگزاری می کنم به رنگ همکار ما این صد... اگه شنونده این برنامه هستید به شما من بگم که این صدایی که میشنید صدای بارون هست یک و سطح خیصی هم بود که بهرنگ داشت روش صحبت میکرد کار بسیار سختی هستش من به شما بگم سپاسگزارم از بهرنگ تاجدین که به ما آخرین جزئیات مرتبط با نتایج انتخابات پارلمانی در بریتانیا رو گفت نامدار بقای استاد مدعو دانشگاه وستمینستر و از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا اینجاست آقای بقایی شبه هیجان انگیزی بر شما گذشته دلیل این برد رو خود شما چی میدونید؟ والا فکر میکنم به مقدار زیادش مربوط به برکسیت باشه یعنی شما نمیتونید این انتخابات رو منهای برکسیت نگاه بکنید به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اون همه چیز رو تحت شاک هم و بیش قرار داد البته ظرف چند هفته اخیر دیدیم که احزاب مختلف راجع به مسائل کلی و کلان بریتانیا صحبت کردند به عمومی نمیدونم مهاجرین این چیزها ولی این سایه بزرگ برکسیت روی این انتخابات بود و نتیجهش رو داریم هر لحظه میبینیم تمام اون مناطقی که در شمال انگلیس میبینید که جاهایی بوده که تا صد سال بوده که حزب کارگر اونجا همیشه رأی می آورده الان به دست کانسرواتیو و محافظ کاران افتاده تا حوزه انتخابی آقای تونی بلر سچفیلد که همیشه چیز بوده به دست محافظ کاران افتاده یعنی میدونید این یک واقعا فاجعه ایه شاید بشه گفت برای حزب کارگر از سال 1935 تا به حال اینطور نتیجه بدی حزب کارگر نشه حتی زمان آقای مایکل فوت که از خانم تاچر اون شکست شدید رو خورد آقای جرمی کوربین شکست شدیدتر بود آقای بقی ببخشید من همینجا شما رو متوقف کنم همه از شکست حزب کارگر متعجبن بگونه آنطور آن که اتفاق افتاده شما به عنوان که از اعضای حزب محافظه کار آیا پیشبینی چنین پیروزی رو من, من اصلا متعجب نیستم با وجود آقای جرمی کوربین و میدونید ببخشید این... من در مورد حزب کار آه حزب کار فکر خب می خب ب... این پیروزی رو یا نه, اه... نه تا این حد آه. نه تا این حد حقیقتش یعنی من فکر میکردم شاید اکثریتی حدود 20 تا 30 تا بیارن ولی الان به نظر میاد که بیشتر هم باشه دلیل این سوال من این هستش که همین حالا که شما صحبت میکردید آقای بوریس جانسون هم میگفتش که این پیروزی امکان این رو میده قدرت بیشتری به دولت میده که بره و برگزیت رو انجام بده فکر میکنید این موفقیت موفقیت که شما در شب گذشته حاصل کردید موفقیت آقای جانسون رو برای انجام برگزیت در پایان ماه ژانویه اوایل بهمن ماه فراهم میکنه صد درصد یعنی الان ایشون به قول خودشون مندیتی دارن یک هم. معاهده ای در دست خودش الان ایشون داره که میتونه به راحتی هر لایحه‌ای رو که بخواد از مجلس بگذره صحبتش از که روز جمعه میخواد لایحه همین در حقیقت برکسیت رو بیاره و شروع بکنه در مجلس یعنی خیلی زود شروع بکنن و هفته آینده یعنی شروع بکنن و حرکت رو ادامه بدن به جلو مسلما الان با اکثریت که به دست میاره میتونه ایشون خیلی راحت کارها رو بگذرونه و اون حالا قول و قرارهایی که داده 20 هزار تا پلیس اضافه بکنه 50 هزار تا پرستار جدید بیاره به نشنال هلسنگی همه این چیزها رو حالا بایستی سب کنیم و ببینیم به چه صورت هستش ولی خب اون قول و قرارهایی که حزب کارگر داد در منیفتسشون دادن در و حزب لیبرال دموکرات میدیم چه فاجعه ای براشون پیش اومده که رئیسشون حتی کرسیش رو خانم جوسوینسون از دست میده و برحال نه واقعا شب عجیبی بود بود فکر میکنم یکی از انتخابات عجیب و تاریخی در تاریخی هست حتماً. بله. سال آخرم از بله. شما پیش از اینکه ساعت اول برنامه رو به پایان برسونیم به هر حال برگزیت مخالفان سرسختی هم داره بله. که کار رو به اینجا کشوندن بله. اکثریت ندارن اما بی سر و صدا نیستن کم شمار هم نیستن خواسته های اونها چطور شنیده میشه خب من خودم یکی از اون اشخاص هستم من ما از روز اول مخالف بریکسیت بودم با اینکه عضو حزب محافظه کار هستم و اونجا هستم ولی خب الان که میبینم به این مرحله رسیده بسیاری از فکر میکنم اشخاصی که مخالف برکسیت بودن الان که میبینیم به اینجا رسیدیم و با این نتیجه که امشب انتخابات انگلیس داده به نظر من دیگه چاره نیست جز این که به قول معروف این به قول قدیمی ها این پیهش رو به تنمون بمالیم صابونش رو به تنمون بمالیم و قبول بکنیم که باید این راه رو بره بریتانیا و برکسیت آخر ماه ژانویه انجام بشه و بره آقای جانسون توی مذاکرات تجارتی و بازرگانی با اروپا و کشورهای دیگه یعنی دیگری من نمی بینم با شکست بزرگ حزب کارگر با شکست حزب لیبرال دموکرات دیگه امیدی باقی برای ریمینرها یا اونهایی که میخوان در اروپا باقی بمونن فکر میکنم باقی نمیمونه. بسیار سپاس گذارم از شما نامدار بقایی باید. استاد مدعو به دانشگاه وستمینستر و از اعضای حزب محافظه بریتانیا سپاس گذارم که با ما بودید شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه چشمندات بامدادی بی, بی سی رو گوش میکنید که از لندن پخش میشه و تماشا میکنید که از میشه این برنامه هم همچنان تا یک ساعت و سی دقیقه دیگر از طریق فرستنده های تلویزیونی ما ادامه خواهد داشت برنامه چشمانداز همینطور از طریق فرستنده های رادیویی ما هم پخش خواهد شد چندگان عزیز با ما همراه باشید تا لحظات دیگر و با نواخته شدن زنگ ساعت بیگ بن ساعت دوم چشمانداز را آغاز میکنیم. اینجا لندن است رادیوی بی بی سی ساعت هشت بامداد به وقت تهران 9 بامداد به وقت کابل 9 و دقیقه بامداد به وقت دوشنبه و 4 دقیقه بامداد به وقت لندن جایی که دیشب خواب نداشته خانم آقایان سلام صبح همه شما شمندگان عزیز بخیر من علی حمیدانی هستم این ساعت دوم چشمانداز بامدادی بی بی است که مستقیم از لندن پخش می شود. در بریتانیا روز گذشته انتخابات پارلمانی برگزار شده شمار شعارا که از دیر وقت دیشب آغاز شده همچنان ادامه دارد اما نتایج اولیه نشان میدهد که میدان دست که سرسختانه پای برگزیت ایستاده حزب محافظه کار برنامه امروز به صورت ویژه و همچنان به مدت یک ساعت و نیمی دیگر ادامه خواهد داشت علاوه بر بریتانیا به گزارش های خبری مرتبط با ایران هم میپردازیم از جمله دباره یک تحقیق صحبت خواهیم کرد که میگوید بیشترین میزان قربانیان اعتراضات در ایران از نقاطی با شاخص فلاکت بالا بوده اما اول سرخط خبرها از بالا کرد. سلام و صبح بخیر برآورده اولیه بی, بی سی از نتایج انتخابات پارلمانی شب گذشته در بریتانیا حاکیست که حزب محافظه کار به رهبری بوریس جانسون احتمالا اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را از آن خود می نزد سنجی ایپسوس موری مبتنی بر پرسشی از رای دهندگان پس از خروج آنها از شعبه رایگیری و پرسیدن این است که به چه حزبی رای دادند این سومین انتخابات پارلمانی بریتانیا ظرف کمتر از پنج سال بود مجلس عوام در پارلمان بریتانیا 650 کرسی دارد و حزبی که 326 کرسی بگیرد دولت تشکیل می دهد. گزارش از ایران هاکیس که مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفره درباره سرکوب اعتراض های آبان ماه بازداشت شده. آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال 88 هم دستگیر شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنویس توافقی زمینی را امضا کرده که به موجب آن واشنگتن و پکن فعلا بخشی از های تجاری و تحریم های خرید کالا علیه یکدیگر را حذف خواهند کرد گزارش رسانه های آمریکا حاکیاست که آن کشور از افزایش تعرفهها علیه کالاهای چینی پرهیز خواهد کرد و در برابر پکن محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا خواهد خرید امیر پیام گزارش میدهد تصمیم کلی درباره این توافق را آقای ترامپ اکتبر گذشته اعلام کرده بود اما قرار شده بود هیئت های مذاکره کننده بر سر جزئیات آن با هم گفتگو کنند حالا در آستانه اوج گرفتن خرید های کریسمس این توافق زمینی میتواند از افزایش قیمت در بازارهای آمریکا جلوگیری کند و همزمان خوشحالی کشاورزان آمریکایی از بازگشت چین به عنوان مشتری اصلی محصولاتشان می برای آقای ترامپ محبوبیت کسب کند آن هم در روزهایی که سایه استیزا همه چیز را در واشنگتن خاکستری کرده است. حمله طالبان به بگرام خشم زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را برانگیخته و گفته که گفتگوهای صلح در قطر متوقف شده آقای خلیلزاد در توییترش نوشته که طالبان باید در عمل نشان دهند که میخواهند به خواست افغانستان برای صلح پاسخ دهند ببرک احساس گزارش میدهد پیش از این پیام آقای خلیلزاد طالبان نیز اعلام کرده بودند که مذاکراتشان با امریکایی ها در دوحه برای مدت کوتاه توقف می کند تا آنها بتوانند با رهبرانشان مشوره کنند موضوع اصلی از سرگیری گفتگوهای امریکا با طالبان در دوحه کاهش خشونت هاست که منجر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی و یک آتش بس شود و مجلس سنای آمریکا برای اولین بار و به اتفاق آرا کشتار جمعی ارامنه به دست ترک های عثمانی در جنگ جهانی اول را یک نسکشی توصیف کرده پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا هم چنین قطنامی را تصویب کرده بود هر این قطنامی غیر الزام آور بود اما ترکیه متحد آمریکا در سازمان ناتو به شدت به آن حساس است به نیمه دوم چشمانداز بامدادی بی بی سی از لندن خوش آمدید از عزیز ساعت 8 و 4 دقیقه است به وقت تهران 4 و 34 دقیقه به وقت لندن لحظاتی قبل پرزیدنت دانالد ترامپ توییت کرده به نظر میرسد که در بریتانیا پیروزی بزرگی برای بوریس جانسون به دست آمده همینطور ترسا می نخست وزیر پیشین بریتانیا از نتیجه انتخابات استقبال کرده و گفته این نتیجه به محافظه کاران کمک میکند تا برگزیت را محقق کنند و با فیصله دادن این مسئله به مسائل دیگر بپردازند خبر هم آمده که قرار شده جرمی کوربین رهبر حزب کارگر از رهبری این حزب کناری کند مفصلا به همه این اتفاقات خواهیم پرداخت نخست آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده از بهرنگ تاشتین به محض پایان رأیگیری مسابقه برای رساندن صندوق ها به مراکز شمارش آرا آغاز شد این اولین بار در تقریبا یک قرن گذشته است که بریتانیایی ها در ماه دسامبر برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رأی می روند به محض پایان مهلت رأیگیری نتیجه نظرسنجی بزرگ روز انتخابات اعلام شد. طبق این نظرسنجی پیش بینی می شود که 50 کرسی به کرسی های حزب حاکم محافظه کار در مجلس اضافه شود و این حزب با کسب 368 کرسی از 650 کرسی مجلس اکثریت قابل توجهی به دست بیاورد. پیش شده اصلی ترین حزب مخالف یعنی حزب کارگر 71 کرسی اش را از دست بدهد و حزب ملی اسکاتلند یا اس هم 55 کرسی را از آن خودش بکند. پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا میگوید موفقیت احتمالی حزبش در این انتخابات مدیون سیاست مشخصش در زمینه خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت است همونطور که ما در کل این مبارزات گفتیم مسئله برگزیت اون بومبس رو در مجلس داشتیم میخوایم برگزیت رو به سرانجام برسونیم دیدید که نخست وزیر هم همین رو میگفت در طول شمارش آرا غم از چهره اعضا و هواداران حزب کارگر میبارید اگر نتایج مطابق نظرسنجی باشد این بدترین نتیجه برای حزب کارگر از سال 1935 یعنی 84 سال پیش است جان مکدانل وزیر سایه دارایی به یکی از بلند پایه ترین رهبران حزب کارگر مسئله برگزیت را عامل شکست حزبش میداند میدونستیم کار به خاطر برگزیت سخته اگه نتیجه شبیه این باشه واقعا مایه تاسفه ولی بعضی های دیگر میگویند دلیل شکست این حزب عدم محبوبیت جرمی کوربین رهبر حزب بوده به جز حزب محافظه کار پیروز دیگر این انتخابات ظاهرا حزب ملی اسکاتلند یا اسمپی به رهبری نیکولا استرجن است حزبی که به دنبال استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیا است و اگر طبق پیش بینی ها تقریبا همه کرسی ها در اسکاتلند را درو کند بار دیگر خواهان برگزاری همه پرسی استقلال می شود همکارم بهرنگ تاجدین گزارش میداد ساعت به وقت بریتانیا چهار و, و دقیقه است بهرنگ اینجا در استودیو با ماست از باران فرار کردی بهرنگ ارز کنم که آیا اونطور که بوریس جانسون گفته با این نتیجه و این آرا تا اینجا بر حال پیشرو حزب محافظه کار هستش کار برگزیت تمومه تا حدی آره تا حدی نه ببین بابا. بریتانیا سیوی که ژانویه یعنی حدود یه ماه و نیم دیگه اه. انتظار میره که با تصویب توافقنامه خروج بالاخره از اتحادیه اروپا خارج بشه مه. ولی نکته اصلی اینجاست که فقط 11 ماه فرصت دارن که با اتحادیه اروپا به یک توافقی در مورد روابط تجاریشون در آینده برسن مه. چون تا الان بریتانیا عضوی از بازار واحد اتحادیه اروپا بود حالا به عنوان یک کشور سالس باید به یک توافقی برسه که روابط تجاریشون در آینده چه اتفاقی واسش میفته و اینجا اونجاییه که دعواهای اصلی شروع میشه به خاطر اینکه هرچی بریتانیا در واقع مقررات و استانداردهاش رو به اتحادیه اروپا نزدیکتر نگه داره این روابط تجاری در آینده نزدیکتره به بخش صنعت مثلا خودروسازی بریتانیا ام. کمتر ضربه میخوره ولی از اون طرف دستش برای بستن قرارداد تجارت آزاد با کشوری مثل آمریکا بسته میشه اگر بخواد دور بشه از اتحادیه در واقع اگر بخواد دور بشه از اتحادیه اروپا بگه ما قوانین و مقررات خودمون رو میذاریم که مثلا بعد بتونیم راحت تر با آمریکا قرارداد تجارت آزاد ببندیم اون موقع مسئله اینه که اتفاقی که میافته اینه که به اقتصاد بریتانیا طبق پیش بینی ها ضربه میخوره بانک مرکزی بریتانیا همین چند وقت پیش پیش بینی کرده بود حدود 5 درصد ممکنه بریتانیا رشد اقتصادی منفی داشته باشه منفی 5 درصد اگر اون اتفاق پیش بیاد در نتیجه مسئله اینه که یک سری انتخاب های سختی در راهه و اون انتخاب های سخت من به شما قول میدم که منجر به بگومگو در پارلمان بریتانیا که تو هم بدت نمیاد ولی یکی از که ولی یکی از مسائلی که مطرح میشد در بعد از همین ساعت ده شب به وقت بریتانیا که به هر حال صندوق بسته شد تقریبا مشخص بودش که اوضاع چه قرار است ارزش لیره استرلینگ پوند بریتانیا بود که نسبت به دلار و یورو تا اندازه تقویت شد جریان چیه به خاطر اینکه بازارها احساس میکنن با توجه به این اکثریت قاطع دست بوریس جانسون بازه که رابطه نزدیکتری در آینده با اتحادیه اروپا برقرار کنه حتی اگر یک بخش کوچیکی از جناح راست حزب کار خیلی علاقه به این داستان نداشته باشه و از اون مهمتر این که این دوره انتقالی از عضویت در اتحادیه اروپا تا اون پیمان تجاری آینده رو که فعلا 11 ماهه تمدیدش کنه برای یک سال یا دو سال دیگه تمدید کنه تا این خروج از اتحادیه اروپا خیلی نرمتر و آرومتر بشه دلیل اصلی بالا رفتن ارزش برابری پوند در مقابل دلار یورو در حال حاضر به نظر میرسه این مسئله باشه و سال آخرم تکلیف سیاست خارجی بریتانیا چه خواهد شد در سایه برگزیت با حزب محافظه کار اولین تبریک و حزب محافظه کار از پرزیدنت ترامپ گرفته دقیقا شما به نکته خوبی اشاره کردی ببین تا الان در طول مثلا 20 سال گذشته سیاست خارجی بریتانیا با فرانسه، آلمان و بقیه اعضای اتحادیه اروپا اگر یکسان نبوده دست کم خیلی نزدیک بوده به جز مواردی مثل جنگ عراق در بیشتر موارد مثلا توافق هسته ایران این سه کشور بودن که از طرف کل دنیا با ایران مذاکره میکردن در قالب اتحادیه اروپا تصور عمومی بر اینه که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخصوصا اگر حزب محافظه‌کار سر کار باشه بریتانیا سیاست خارجیش یه مقدار از اروپا دور بشه بره به سمت آمریکا ام. و آمریکایی که میدونیم در حال حاضر چه سیاستی سیاست خیلی نسبتا خس... و... دقیقاً سیاست نسبتا با ایران داره از اون طرف میخواد هرچه سریعتر از افغانستان مثلا نیروهاشو خارج کنه و به همین خاطر به نظر میاد که در طول سالهای آینده ممکنه شاهد تغییر سیاست بریتانیا سیاست خارجی بریتانیا و رفتنش به سمت سیاست خارجی آمریکا باشه سپاسگزارم به رنگ تاجدین که میدونم همچنان با ما خواهی بود و در طول روز هم با مخاطبان بی بی سی فارسی با پگاه بنی هاشمی صحبت بکنیم حقوقدان و از هواداران حزب لیبرال دموکرات که حتی رهبرش هم خانم بنی هاشمی چه شد رای نیاورد یه مقداری توی مناظرات قبل از انتخابات خیلی رهبر حزب نتونست خودش رو خوب نشون بده در حقیقت توی مناظرات تلویزیونی که بود میتونستیم اینو پیش بینی بکنیم که جوانسون جو یکم از پس کار خوب بر بعضی بعضیا اعتقاد داشتن علتش این بوده که به هر حال این یه خانم جوانی هستش تقریبا حدود چهل سال بیشتر نداره و توی مناظرات تلویزیونی یا مناظرات مربوط به حزب نمیتونست جوابگوی خواست طرفدارا باشه کاملا. ولی تصور دیگه هم وجود داشت که بسیاری امید داشتن به حزب لیبرال دموکرات که کمکشون بکنه خصوصا که به هر حال مخالف برگزیت بودند و قرار بود بین مثلا حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات یکی را انتخاب بکنن در شهر که میگشتی این سوانسو که میرفتی بسیار صحبت است از حزب لیبرال دموکرات بود چه شد که وقتی که نگاه میکنید به کل کشور حزب لیبرال دموکرات به چنین سرنوشتی دچار شده کاملا درست میگی الجان مسئله اینه که خود منم که یکی از طرفدارای این حزب هستم یکی از علتهایی که طرفداری این حزب میکنم اینه که فکر میکنم راه پیشبرد خو... اهداف خوبی رو داشتن و ام. برنامه های خوبی رو ارائه دادن از جمله به اینکه در واقع میخواستن باب دل کسانی که میخوان هنوز با اتحادیه اروپا ارتباط داشته باشن ب... اینا هم یه برنامه دادن که در برگزیت رو منحل میکنن بنابراین این میتونست خیلی امید امید امیدواری امید ایجاد بکنه که مردم بهشون رای بدن ولی میدونی مشکل کجا بود مشکل اون جایی بود که در حقیقت خیلی از کسانی که طرفدار باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن میترسیدن که بیان به حزب لیبرال دموکرات رای بدن و از اون طرف باعث بشن که حزب کارگر و جرمی کوربین رو در واقع مم. تقویت کنن یه عدهی خیلی زیادی بودن که اینها یا استعفا دادن از از حزب محافظه کار یا اینکه اخراج شدن حتی از حزب محافظه کار اینا افرادی بودن که طرفدار باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودن ولی به این دلیل به سمت لیبرال دموکرات حرکت نکردن که نمیخواستن جرمی کوربین رو تقویت کنن جبهه جرمی کوربین رو میترسیدن که با رای دادن به لیبرال اون اونم تقویت بشه در حقیقت به همین دلیل مجبور شدن باقی بمونن با حزب محافظ کار علا رقم این که میلی به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارن یکی از درخشان ترین موفقیت ها شاید بعد از حزب محافظه کار از آن حزب اس یا حزب گرای اسکاتلند هستش به حال جلب توجه بسیار کرده در رسانه ها دلیلش چیه من اینو برمیگردم به مسئله حس ملیگرایی در بریتانیای کبیر موضوع اینه که با مسئله برگزیت که پیش اومده اسکاتلندیا از اول خواستار ماندن در اتحادیه اروپا بودن چندین بارم رهبر همین حزب اعلام کرد توی پارلمان که مردم اسکاتلند مردمی اروپایی هستند و اروپایی هم باقی خواهند ماند بنابراین اینطور به نظر میرسه که اون حزب به اون حس ملیگرایی اونا باعث شده که به, به به سمت حزب SNP یا حزب ملی اسکاتلند حرکت بکنن برای اینکه حتی این ما میتونیم اینو پیش بینی بکنیم که در آینده نزدیک ممکنه یه همه پرسی دیگه ای برگزار بشه مبنی بر اینکه اسکاتلند بخواد از بریتانیا جدا بشه این اتفاق امکان داره که در مورد ایرلند شمالی هم این اتفاق بیفته به خاطر اینکه اونها هم از توافق آقای بوریس جانسون در آخرین نوبت دل خوشی نداشتن و اعلام کردند که شما دارید با این موضوع افرادی رو که داخل ایرلند شمالی هستند و همیشه مایل بودن که به جمهوری ایرلند بپیوندن رو دارین اونا رو تقویت میکنید با این توافق بنابراین من حتی در این رابطه احساسم به اینه که بردن آقای بوریس جانسون احتمال داره که بریتانیای کبیر رو تبدیل بکنه به بریتانیای صغیر یعنی ممکنه که واقعا اسکاتلند بخواد جدا بشه ایرلند شمالی بخواد جدا بشه برای اینکه هیچ کدوم از اونا یکیشون دل خوشی از توافق نداره و یکی دیگهشون اصلا با برگزیت موافق نیست و سال دیگه که میخواستم بپرسم از ماه جوان سال 2016 که رفراندوم برگزار شد تا حالا صحبت از شکاف میان طبقات مختلف افکار مختلف در بریتانیا میشه و یکی از حرفایی که زدی میشد این بود که این انتخابات شاید کمک بکنه که این شکاف در واقع ترمیم بشه و بریتانیا به جای گذشته به آینده نگاه بکنه چقدر این اتفاق به نظر شما افتاد به نظر من کاملا برعکسش افتاده شما اگر اخبار بریتانیا رو دنبال بکنین حتی توی فوتبال ما موارد دعواهای نژادپرستی رو داریم میبینیم در خیابان‌ها این داره اتفاق میفته حملاتی داره صورت میگیره بین نوجوانها ها دعواها دعواهای حالت نجات پرستی داره میشه متاسفانه یکی از مسائلی که این انتخابات ما حتما شاهدش هستیم و من اینو احساس میکنم این هستش که غیر از مسئله این که خب به هر حال مسائل رفت و آمد به اتحادیه اروپا دوچار مشکل خواهد شد برای تمام بریتانیایی ها مسئله دوم حس نجات پرستی و مهاجر ستیزی هست. شما میدونید که بریتانیا یک کشوریه که مهاجر پذیر و مسلمانان توش هستن یهودی یه توش هستن چند فرهنگی ترین کشور و لندن شهر در اروپا است دقیقا و این یکی از خطراتیه که الان بعد از این انتخابات این جامعه رو حتما تهدید خواهد کرد الان در واقع میتونیم بگیم که حتی خود مسئله برگزیت یه چیزی بوده که دست روی حس ملی گرایی بریتانیایی ها گذاشتن به خصوص قسمت انگلستان از بریتانیا که شما نگاه کنید الان تماما داره تمام مناطق حالت محافظه کار میگیرن رنگ آبی به خودشون گرفتن که همکارتون نشون دادن اینها همه به این دلیل نیست که اینا سابقه طولانی در طرفداری حزب محافظه کار دارن حزب محافظه کار این حس رو توی مردم بریتانیا تقویت کرد که با برگزیت ما غریبه ها رو بیرون میذاریم و اشتغال برای شما پیش میاد به جای اینکه به اصطلاح شغل رو بین شما و اروپایی ها تقسیم بکنیم سهم بیشتری رو به شما اختصاص میدیم همینطور در مورد مسائل م... ن... NHS یعنی مسائل مربوط به دلاشت بیمه دلاشت بهداشت عمومی این رو تقویت کرد که ادعی حق شما رو دارن میگیرن اگر صفها طولانی اگر نوبت بهتون نمیرسه اگر مسائل این چنینی وجود داره اینا همش به خاطر حضور مهاجران اینجا هستش بنابراین این شکل شما همین الان هم میتونید ببینید که شکاف رو در رأی مردم اسکاتلند میتونید ببینید شکاف رو در ایرلند شمالی میتونید ببینید و از اون طرف در سطح جامعه اگر نگاه بکنید این مسئله مهاجر ستیزی رو به وضوح دارید میبینید سپاسگزارم پگاه بنی هاشم اینجا در استودیو با ما با شما بار دیگر همراه خواهیم شد سلام ویژه من به همه شما شما این برنامه از طریق امواج رادیویی اگر در افغانستان این صدا رو میشنوید این برنامه فارسی بی بی, بی سیه که امروز صبح انتخابات در بریتانیا میپردازه این برنامه در کابل از طریق فرستنده ای اف ام ما 88 اشاری سده هم پخش میشه هر جا که هستید سر میز صبحانه <applause> یا در حال رانندگی می توانید چشمانداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. صبح جمعه شما بخیر یک ارزیابی آماری جدید حکایت از آن دارد که تعداد کشته شدگان اعتراضات گسترده آبان ماه 98 ایران با شاخص فلاکت در این کشور همخوانی داشته کارشناسان پایگاه داده باز ایران در مقاله تحت عنوان فلاکت اعتراض و سرکوب میگویند میزان خشونت و شمار کشته ها به ویژه در استان ها با شاخص فلاکت بالا بیشتر بوده شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می آید و از شکنندگی اقتصادی استان. تصویر کلی ترسیم می کند. بنابراین این گزارش در نیمه نخست سال 98 شاخص فلاکت در سراسر ایران 43 بوده که از بالاترین ها در جهان است این در حالی است که شاخص فلاکت در استان های چهار محال و بختیاری لورستان کرمانشاه سیستان بلوچستان خوزستان و کردستان بیش از پنجاه بوده سازمان عفو بین الملل برآورد کرده که در اعتراضات اخیر دست کم 208 معترض به دست نیروهای امنیتی کشته شدند اجازه بدید که با حسین قاضیان صحبت بکنیم جامعه شناس آقای قاضیان به نظر شما چقدر ارتباط مستقیم وجود داره میان شاخص فلاکت اعتراض و البته سرکوب حقیقتش اینه که رابطه‌ای وجود داره بین فلاکت و اعتراض اما نه این رابطه مکانیکی یا یک به یکی که این مقاله ازش حرف میزنه به این معنی که اگر بخوایم این شاخص رو در نظر بگیریم شما میبینید که این شاخص به طور متوسط 49 بوده برای کل کشور البته مربوط به سال 96 و الان این اتفاقات در سال 98 اتفاق افتاده اشکالات روش شناختی زیادی در این زمینه هست که من فکر نمی کنم حوصله شنوندگان رادیو باش همراه باشه بنابراین از اونها صرف نظر می کنم ولی اگر همین رو در نظر بگیرید و فکر کنیم که کل کشور 49 بوده 49 درصد بوده شاخص فلاکت ما حدود 14 استان رو داریم که بالای این میانگین هستند بالای متوسط کشوری هستند بنابراین در وضعیت فلاکت بارتری هستند و 17 استان زیر این قرار می گیرن. اگر به این آمار و آمار کشته ها نگاه بکنیم ما ببینیم که تقریبا فقط برای چهار استان این آمار صادقه یعنی این رابطه یک به یک بین میزان فلاکت در استان و تعداد کشته ها به این معنی که حدود ده استانی که وضعیت وخیمتری دارند لازم اقتصادی فلاکت بالاتری دارند اینها توشون تعداد کشتا اتفاقا کمتر بوده مثلا خراسان جنوبی خراسان شمالی یزد لرستان ایلام کوهکیلویه و پنج تا از استان هایی که اتفاقا در اونها شاخص فلاکت خیلی پایین تره یعنی وضع رفاهی بهتری دارن مثل تهران البرز آذربایجان غربی کرمان و فارس و فارس بهترینش بوده تو اونها اتفاقا تعداد کشتا بیشتره بنابراین نه تنها نمیشه این رابطه یک به یک بین وضع فلاکت استان ها و کشته ها رو در نظر گرفت بلکه اساسا استان مقیاس خوبی برای این مقایسه نیست و اگرم باشه از این شیوهی که این مطلب استفاده کرده نمیشه استفاده کرد به نیاز به هم کار آماری داره هم اون کار آماری باید توضیح جامعه شناختی داده بشه که ما فقط با عدد و رقم کار نکرده باشیم البته اکتساب عدد و رقم میشه گفت که وقتی به ایران میرسه بسیار بسیار دشوار هستش به حال شفافیتی که در کشورهای مدرنتر وجود داره در ایران وجود نداره در انتشار آمار آقای قاضی هم سوال دیگه که ازتون داشتم در مورد ارتباط میان شاخص فلاکت و سرکوب هست ببینید اگر حالا وارد اون سال اول هم به این ترتیب میشیم که گفتیم یک رابطه هست اما نه رابطه مکانیکی اون رابطه ارگانیک رو اگر در نظر بگیریم یعنی چی؟ یعنی وقتی فلاکت رخ میده یعنی تورم بالاست و بیکاری زیاده یعنی اینکه مردم درآمدشون کمه و قیمت ها داره بالا میره خب این یعنی تولید نارضایتی این نارضایتی هر لحظه در یه موقعیت مشخصی میتونه تبدیل به اعتراض بشه افزایش قیمت بنزین در واقع مثل یک بنزینی بود که روی اعصاب زندگی مردمی پاشیده شد که توی این وضعیت فلاکت بار به سر میبرن یعنی اون موقعیت نارضایتی رو میتونست تبدیل به اعتراض بکنه و کرد و بنابراین شما با یه گستره وسیعی از آدمهایی روبروی هستید که در جاهای مشخصی که در حاشیه شهرها هم عمدتا بود و این مردم با وضعیت فلاکت بیشتر زندگی میکنن امکان اعتراض پیدا کردن چون با زندگی معمولی اونها ارتباط داشت و تاثیر عمیقی روی زندگیشون میذاشت شما یه نظر در نظر بگیرید که در قلعه حسن خان زندگی میکنه بعد برای کار به تهران بیاد مثلا 400 تومن پول کرای ماشین میداد حالا مثلا 600 800 تومن باید هزینه بکنه و هزینه های دیگر زندگیش هم میره بالا این با زندگی واقعیش ارتباط داره بنابراین اون نارضایتی که ناشی از اون وضعیت فلاکتبارش بارش است کاملا میتونه به اعتراض تبدیل بشه و چون این اعتراض گسترده بود حالا اهم از اینکه دستوری سراسری وجود داشت دستوری محلی وجود داشت برای کشتن یا اینکه قافلگیری وجود داشت و ترس وجود داشت شدت اعتراضات زیاد بود یا ترس از تخریب زیاد بود به هر دلیلی که بوده در واقع تبدیل شده به یک سرکوب شدید مستقیم مردم توی خیابون ها و تعداد کشته های بالایی که به جا گذاشته تشکر میکنم حسین غازیان جامعه شناس که از واشنگتن دی سی با ما بودید در همین رابطه در ارتباط با اعتراضات در ایران بشنوید که مهدی مح... محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفره درباره سرکوب اعتراض های ماه روز سه‌شنبه بازداشت شد آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال 88 هم دستگیر شده بود خبر آمده که برخی دیگر از امضا کنندگان این نامه هم احضار شدند در همین حال مصطفی تاج در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران گفته نوشتن این بیانیه کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار دو سال شده اول اینکه چه کسی این بیانیه رو نوشته و چه کسی امضا جمع کرده برای همین بنده به سراحت عرض میکنم با اینکه نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار رو میپذیرم در گفتگو با حسین احمدی نیاز حقوقدان مقیم هلند نخست سوال کردم به فرض نوشته شدن بیانیه توسط آقای تایزده تا آیا او به جرمی مرتکب شده اساسا آقای تاجزاده مرتکبه هیچ جرمی نشدن ایشون در چارچوب قوانین جاری ایران و اصول مسلم حقوقی که از اون برخوردار هستند به همراه تعداد دیگری از فعالان و طلب در ایران هفتاد و 76 نفر با ایشون هفتاد و ایشون هفت نفر نامه ای رو در باب انتقاد از نفه رفتار و برخوردی که حکومت ایران با اعتراضات آبان 98 داشتن نگاشتن الان در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت بسیار عجیب و غریبی گرفتار شده و این گسست موجود باعث شده که هر از چندگاهی به افراد مختلف بتازد و در این راستا آقای تاجزاده و تعداد دیگری از امضا کنندگان این نامه را مورد بازخواست قرار دادند که هرگز این بازخواست نمیتونه منطبق با قانون باشه نابردباری دولت ایران در این زمان بسیار پایین اومده و همین هم موجب شده که احزاریه های غیر قانونی برای اشخاص و افراد ارسال بشه بیا فرض بکنیم که آقای تایزدی مسئولیت رو قبول بکنن آیا این کمکی میکنه به وضع سایر بازداشت شده اصلا قانون چی میگه در این زمینه اساسا تأثیری نداره واقعی تایزاده برای یه بیان احساس مسئولیت خودش در قبال این موضوع و پیشگیری از احزار افراد دیگر 76 نفر اقدام به این امر کردن اما بحثی که وجود داره کل حاکمیت به انهای مختلف از زمانی که این نامه نگاشته شد در وحله اومد اول اومدن تعدادی از اینها را ترساندن که به هر نفی شده امضای خودشان با این نامه پس بگیرند، ادعای جل این نامه را مطرح بکنند، نامه تعدادی از این افراد منتشر شد، خبرگزاری های فارس و تسلیم و سایر رسانایی وابسته به حاکمیت رادیکال ایران بسیار تلاش کردند، تفرقه بین این تعداد افراد بندازند و از دیگر سو، دادسرای فرهنگ و رسانه دادسرای امنیت اقدام به احزار بعضی از این افراد کرد آقای تاجزاده برای پیشگیری از این مسئله مسئولیت این موضوع را متوجه خودشون رو کردن اما به گمان من حاکمیت در تلاش است تک تک این افراد را بدون در نظر گرفتن مسئولیت این نام توسط آقای تاجزاده همه را احضار بکنه و ظاهرا روند برخورد بازداشت و تغییر کیفری این افراد انجام داده اما چیزی که وجود داره این است که هیچ کدوم از این افراد مرتکب جرم نشدن هیچ کدوم از این افراد در حال حاضر وفق قانون دادرسی کیفری ای ایران مرتکب جرم نشدن مثلا یکی از این افراد آقای محمودیان وقتی که به دشابه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه اونجا مراجعه میکنن خب ایشون کسی بودند که وضعیت وحشتناک کهریزک را در سال 88 فاش کردن میبینن بازجوی ایشون همون داخل اتاق آیه باسپورس هستند معترض میشن که بازجو بایستی به بیرون از اتاق هدایت بشن وقتی بعد پس از نیم ساعت بازجو میاد بیرون باسپورس با تبانی بازجو تا پایان وقت اداری ایشون را در بیرون نگه میدارن عنوان اتهامی را تعویض میکنه قراره قرار کفالت را به قرار سنگین وسیقه 500 میلیونی تبدیل میکنند و همین مسئله موجب بازداشته ایشون میشه ببینید نوع فشاری که نهادهای امنیتی بر نهاد قضایی دارند و فقدان اون استقلال قضایی موجب تعقیب کیفری بسیاری از این شهروندان شده یعنی چه در اعتراضات 8 چه افرادی که معترض نقطه برخورد حاکمیت با معترضین بودن همه موجب شده هیچ کدوم از اینها منطبق با قانون و رفتار یک عدالت قضایی نباشه گفتگو میکردم با حسین احمدی نیاز میخواستم یک بار دیگه از همه شما شنوندگان و بینندگان این برنامه دعوت بکنم که با ما تماس بگیرید اظهار نظر بکنید از نظر نظرهای شما در طول برنامه استفاده, خ... استفاده خواهیم کرد مشخصات تماس با ما رو یادداشت کنید

نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر من متوجه شدم وقتی خودکار در دست ندارم توپق میزنم خودکار برداشتم برآورد اولیه بی بی سی از نتایج انتخابات پارلمانی شب گذشته در بریتانیا حاکی است که حزب کار به رهبری بوریس جانسون احتمالاً اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را از آن خود می‌کند و گزارش ها از ایران است که مهدی محمودیان از امضا کنندگان بیانیه 77 نفر درباره سرکوب اعتراض های آبان ماه بازداشت شده آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنویس توافقی زمینی را امضا کرده که به موجب آن واشنگتن و پکن فعلا بخشی از تعرفه های تجاری و تحریم های خرید کالا علیه یکدیگر را حذف خواهند کرد گزارش های آمریکا است که آن کشور از افزایش تعرفه ها علیه کالاهای چینی پرهیز خواهد کرد و در برابر پکن محصولات کشاورزی بیشتری از ایالات متحده ای آمریکا خواهد خرید اومدم برای شما از وضع آب و هوا بگم بخش هیجان انگیزه. برنامه خودم خیلی دوستش دارم که این تلفن از کار افتاد هیچ اشکالی هم نداره این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود. و در دنیای کاملا متفاوت و کلای هاروی وینستین قول تهیه کنندگی هالیوود میگویند توانستن با بیش از ده شاکی در پرونده آزار جنسی به توافقی 25 میلیون دلاری برسند نزدیک به سی هنر پیشه و کارمند سابق این آقا در این توافق بالقوه شریکند با این وجود همه طرف ها این توافق رو امضا نکردن در مجموع 75 زن مدعی شده بودند که این قول تهیه کنندگی هالیوود آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده مهرنوش پورزیای خبرنگارم از واشنگتن و این گزارش جزئیات توافق با شاکیان آقای واینستین هنوز نهایی نشده اما بخش عمده این جزئیات که در گفتگوی وکلای او با رسانه های آمریکایی تایید شده نشان میدهد شاکیان در این قرامت شریک خواهند بود حتی اگر بعدها به این پرونده بپیوندند این توافق قرار است تقریبا به تمام شکایت های مدنی علیه آقای واینستین و کارفرمای او پایان بدهد و در پیان آقای واینستین به هیچ کار خلافی از آن نخواهد کرد این تهیه کننده سینما شخصا قرامت را پرداخت نمی کند و قرار است مبلغ از طریق شرکت بیمه طرف قرار داده کمپانی او پرداخت شود. بر اساس گفته وکلا در هر حال موافقت دادگاه با این توافق اولیه در پی نهایی شدن آن لازم است. این 25 میلیون دلار بخشی از بسته توافق 47 میلیون دلاری است که قرار است تمام مسئولیت های شرکت آقای واینستین از جمله هزینه های حقوقی این پرونده را پوشش دهد. این توافق مربوط به یک شکایت جمعی است که از سوی بیش از ده زن علیه آقای واینستین و آزار جنسی از سوی او مطرح شده اگرچه برخی شاکیان شناخته شده این تهیه کننده مثل آنجلینا جولی هنرپیشه سینما در آن شرکت ندارند جینی هریسون وکیل یکی از شاکیان آقای واینستین به روزنامه نیویورک تایمز گفته به نظر نمیآید توافق بهتری ممکن باشد به گفته او شاکیان دیگری که در این توافق شرکت ندارند احتمالا قرامتی دریافت نخواهند کرد و به همین دلیل از آنها خواسته پا پیش بگذارند تا بتوانند بهترین قرامت ممکن را دریافت کنند یک شاکی دیگر در این پرونده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این توافق باعث می شود تمام قربانیان فرصت پشت سر گذاشتن ماجرا و بهبود پیدا کنند و بتوانند بدون مهر مخرب آقای واینستین به کار خود ادامه دهند. برخی وکلای دیگر از این توافق ناراضیند. داگلس ویکدور به بی, بی سی گفته ما نمی که این بهترین قرامت ممکن باشد. به گفته ای او این قابل قبول نیست که کسانی که در این توافق شرکت ندارند مقید به پذیرفتنش بشوند. قرار است محاکمه آقای واینستین روز 6 ژانویه در منحتن نیویورک برگزار شود. هاروی واینستین 67 ساله صاحب و بنیانگذار استودیو میراماکس و شرکت واینستین بوده و به گفته شاکیان برای سالها از موقعیت و نفوذش برای برقراری ارتباط جنسی اجباری سوء استفاده کرده است. مهنوش پورزی گزارش میداد. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ایران گفته که آمار ثبت ولادت ها در سال جاری بیش از 300 هزار ولادت کمتر از سال 94 بوده حامد برکاتی به رشد یک و یک درصدی جمعیت سال 98 نسبت به سال گذشته اشاره کرده و گفته که سن ازدواج افزایش و فرزندآوری به تاخیر افتاده که حل این مشکل فقط به عهده وزارت بهداشت نیست و همکاری به گفته او جهادی را میطلبد در گفتگو با جلیل ایجادی استاد جامع شناسی در پاریس در فرانسه نخست سوال کردم آیا واقعا جمعیت ایران رو به کاهش است یک نکته اصلی اساسی رو باید در نظر بگیریم یکی مسئله رشد جمعیت و یا نرخ رشد جمعیت است دومین نکته مسئله باروری جمعیت هستش یعنی به عنوان نمونه در مورد رشد جمعیت یک قرن جمعیت ایران هشت برابر افزایش پیدا کرده یعنی امروز رسیده به 84 5 میلیون حال آنکه در ارتباط باروری جمعیت یعنی تعداد فرزند نسبت به زن و در این زمینه ما با یک روند کاهشی مواجه هستیم یعنی الان البته متاسفانه آمارها همیشه دقیقی نیست و حتی آمارهایی که سازمان ملل گفته و یا بانک جهانی گفته اینها باز برابری نداره ولی به حال آماری که میشه به نحوی روش توافق کرد این هستش که میزان نرخ باروری در حال پایین آمدن هستش میشه گفت نزدیک مثلا یک ممیز هشت 8 و خورده ای هست و این رو اگر مقایسه بکنیم با چند سال پیش این میزان در حال افت هستش پس بنابراین خود این امر بله البته به معنای رشد کل جمعیت نیست ولی این میزان افت بیان مسائل دیگه ای هستش که در جامعه هست که به اون میشه پرداخت مثلا چه مس... مسئله میخواستم ازتون سوال بپرسم چون برحال حاکمیت در طول خصوصا دو سال گذشته بسیار کوشیده که تشویق بکنه فرزند آوری رو شخص رهبر جمهوری اسلامی بارها تشویق کرده و حتی گفته جمعیت ایران میتونه دو برابر مقدار کنونی باشه پس مشکل چیه؟ بله ما اگر مثلا به سالهای شست برگردیم در سالهای شست با اون نرخی که اون زمان وجود داشت الان چه جمعیت ایران حدود یک رقمی بین نزدیک 150 الا 180 میلیون می شد ولی کن اون میزان رشد اوف کرد تا اینکه در این نقطه ما قرار گرفتیم و این مسئله اصلی چیست چرا این در واقع سقوط پیدا حالا البته نمیشه گفت سقوط ولی که کاهش پیدا کرده این به خاطر این هستش که یک شما در نظر بگید وقتی که جوامه در اون جوامع زنها وارد بازار کار میشن میزان تحصیلاتشون میره بالا یکی از عواملی که از جامعه شناسی جمعیتی توضیح میدن بناگذیب نتیجه این پایین آمدن نرخ باروری هست نکته دوم در ارتباط با وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم هست هرچند که این شرایط نامناسبتر و سنگینتر برایشون باشه بنابراین باز این مسئله پایین میادش چرا پایین میاد به خاطری که خانواده ها یعنی کسانی که میخوان ازدواج بکنن یک دغدغه خاطری دارن و این دغدغه خاطرشون این هستش که کی ازدواج بکنن و کی دارای فرزند بشن و همینطور که ما میدونیم در ایران همین مسئله حتی سن ازدواج داره به عقب میافته به چه خاطر به این خاطر که بلافاصله ازدواج یعنی داشتن مسکن ازدواج یعنی داشتن امکان درآمد برای خودشون و سه ازدواج یعنی نوعی امید به اینکه در این جامعه امنیت برقرار بشه و به این ترتیب هستش که به ازدواج تمایل داره آقای ایجادی میخواستم اتفاقا در مورد سن ازدواج از شما سوال بپرسم به نقل از مدیر کل دفتر سلامت جمعیت استان خراسان شمالی از جمله بیان شده نقل به این میکنم سن ازدواج دختران به بالای 24 سال و سن پسران به بیش از 25 سال افزایش شفته که توازن برقرار کردن اقدامی است که از حاکمیت برمیآید و فقط به عهده وزارت بهداشت نیست حاکمیت چی کار میتونه بکنه؟ ببینید حاکمیت یعنی منظور اگر به سلاح نظام شد مجموعه کل آ... حکومت منظور هست فکر میدونه. بله حتما منظور ایشون اینه که فقط به اون بخش وزارتخانه بهداشت مثلا برده میگرده بلکه مجموعه دستگاه دولتی خود دولت و همچنین نظام جمهوری اسلامی و قدرت سیاسی در ایران برمیگرده اونها از یک سو از یک سو طی این سالهای گذشته پیوسته به سراغ سعی کردن که تشویق بکنن این میزان در واقع هم رشد جمعیت افزایش پیدا بکنه هم در این حال تشویق کردن به مسئله ازدواج و غیر ولی از سوی دیگه در شرایط کنونی اونها علارق که به خاص خودشون اعلام کردن ولی که هرگز شرایط لازم رو برای این امر در واقع به وجود نیاوردن یعنی اگر جوانا پی ازدواج نمیرن و این ازدواج هی به عقب میفته علارمی که حتی وزارت بهداشت وزارت به هر حال مسئولین این بخش بخوان اقدام یا تشویق بکنن کل ماجرا در ارتباط با سیاست های دولتی در عرصه اقتصاد در عرصه مسکن سازی در عرصه امنیت کشوری غیر زالک اینا اون شرایط لازم رو به وجود نمیاره یعنی در واقع حاکمیت ناتوان از برقراری و فراهم آوردن شرایط شرایطی هست که اون شرایط اجازه بده به جوانان که به سوی ازدواج بنام. گفتگو میکردم با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در فرانسه اما اجازه بدید اونطور که ورده داده بودم برگردیم به آقای بهنود و گوش بکنیم به مرور مجله ها قسمت دوم مرور مجله ها میدونید که هر جمعه صبح ما این کار رو میکنیم در قیاب روزنامه های تهران بخش دوم بررسی مجلات این رو اختصاص بدیم به طراحان ایده نشریه اقتصادی فرهنگی که سالنامه هست و قهوه ماهنامه این ماه قهوه طراهان ایده که الان شماره 4 ش تو عمل منتشر شده چگونه بگم شاید بهترین راه این باشه که همون سخنی رو که سردبیر گفته است نوید خواسته همه ما طراحان ایده ایم اگر آمار جمعیتی نشون میده که امروز با بیشترین جمعیت جوان و بالاترین میزان تحصیل کرده در کشور روبرو هستیم آماری که ایران نه پیش از این به خود دیده و نه بعد از این خواهد داشت این میزان از افراد جوان تحصیل کرده اما کجای جهان موفقیت ایستادن چقدر شغل برای اونا تعریف شده چقدر بستر و امکان بروز توانایی اونها هست نکته درست هم اینجاست این قشر جوان و پویا و تحصیل کرده که میتونن آینده کشور رو بسازن که میتونن مرزهای تغییر و فناوری رو در بنوندن و انقلابی از دانش و دانشگری در جهان بپا کنند چقدر در دوران تحصیلات عالیه خود آموختند باز بحث جدی است این بحث رو ادامه میده و میرسه به اونجا که چاره در ایده های خلاقانه است ایده در طراحی ایده در موسیقی ایده در معماری ایده در شهرسازی سفر کسب و کار سینما ادبیات اینها همه میتونه در ارتباط با هم دیگه اگر طراحی درستی بشه که اون منظور این مجل است به همین دلیل هم یک حضور بینابینی داره این طراحان ایده بینابینی برای اینکه ایده رو الان در جهان اصولا یک مورد بینابینی بین علوم میبینند و به همین جهت هم مدیر مسئول آیرفانیان توضیح داده که بی ایده بی اخلاق و بعد نوید خواستم در باره ایده های کاغذی نوشته و وارد مطالبشون بسیار مطالب شیرینی هست در هر کدومش برای کسایی که به خصوص جوان هستند و در شروع تعیین راه زندگی هستند فوق العاده فرصت آفرین هست از زبان آدمایی که تخصصشون این هست بعد مثال های معروف جهانی از کسایی که با این فکر با فکر اینکه ایده من تغییری در جهان وجود خواهد آورد حتما لازم نیستش که جان فورد و ادیسون و انشتین تو ذهن آدم بیاد نه بسیار از آدم های کوچک هم هستند الان که تونستن با یک ایده وارد صحنه بشن و ساختار اجتماعی رو به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم در همه دنیا دگرگون کنن بعد روی جلد تصویری از آقای خصوص سینایی و چقدر خوب آقای خصوص سینایی انتخاب شده برای این بخش اون به نقاش برجسته اینطوری نیست که فقط مشغول نقاشی باشه یه هنرمند میان رشته است به همین جد بسیار درست انتخاب شده سینایی معماری رو خونده بعد موسیقی فیلم سازی در اکادمی موسیقی رو بعد هنر نمایشی وین رو خونده و زندگی خودش هم که تجربه کرده گرچه روی شعر ایستاد ولی زندگی است که تو همین بین رشته ها, ها میگذشته شماره بسیار پرباری است برای کسایی که در خودشون این زمینه رو میبینند اما قهوه قهوه که دست من شماره آبان ماهش هست آخرین شماره است که منتشر شده رو میز اومده همون قهوه مجلل بزرگ کاغذ خوب گلاسه سنگین با عکس بسیار خوب از نادرهای دوران و همه آنچه رو که میخواد بگه بیشتر با عکس بیان میکنه و گاهی با تر و اینجا هنرمندی میکند تر راه مجله و فکرهای خیلی خوبی توش برق میزنه و فقط قهوه به معنی قهوه قجری و شبیه اینها نیست بلکه حتی کافه که منظور دوم مجله هست اون هم کافیش نیست به خاطر اینکه مثلا وقتی که میرسه به بخشی که کافه عکس هست در اونجا عکس های از سوزان ویلچمن انتخاب کرده که فوق عکس های فوق العاده غیر از این کرده مؤسس هم به انتخاب مهدی کریم زاده کارتونایش اینجا ما میبینیم و در مجموع یک نشریه خوشدست با تاکید بر ادامه گزارشی که دفعات پیش هم داشت نمایش اعلان ها تاریخ طراحی گرافیک ایران که ارغوان محبی نوشته و این دفعه رسیده به اعلامی هایی که داده میشد برای تماشای مثلا نمایش حکیم عمر خیام یا ابوالعلا احساسات جوان فکولی ها در مختلف مختلفه حتی تاعترای عادی شوهر دیوانه دهاتی که با یک حروف ثابتی که در اون زمان از هند اومده بود حروف های سروی بود چیده شده و اون نقاشی های کنارش هم که فوقلا دست دارم الان تصویر بزرگ اعلان هزاست 21 شعباس کبیر رو میبینم که میگه که همزمان با 27 رمضان شب ابن ملجم از طرف هیئت فیشگان فردوسی تبریز با عظمت تاریخی شاه عباس کبیر رفته رو صحنه با هم نگاهی گذرا کردیم به طراحان آینده و قهوه مسعود بنود بود و مرور مجله های پایتخت ایران اجازه از ایران به پایتخت بریتانیا بیایم جایی که لحظاتی قبل اعلام شد که حزب محافظه کار با به دست آوردن دست کم 335 کرسی تا این لحظه یعنی نصف به اضافه یکی کرسی هم بیشتر برنده قطعی انتخابات پارلمانی در بریتانیا است اجازه بدید که بریم همراه بشیم با همکارم بهرنگ تاجدین در نقطه دیگر از این ساختمان ساختمان سرویس جهانی بی بی سی بهرنگ از تازه ترین ها برامون علی من اینجا جلوی دفتر مرکزی بی بی سی هستم جایی که یک نقشه بزرگ بریتانیا آماده شده و روش با کاشی‌هایی به رنگ های مختلف آبی برای حزب محافظه کار قرمز برای حزب کارگر نارنجی برای حزب لیبرال دموکرات و زرد برای حزب اسمپی این نقشه پر شده و کرسی هایی که اعلام میشه دونه دونه همکاران من در بی بی سی میان روی این نقشه در واقع کاشی رنگ حزب برنده رو میذارن و اینطوری که میبینید میبینید ما الان ما الان تقریبا در لندن هستم جایی که بیشتر کرس بیشتر کرسی ها در دست حزب کارگر بوده و بیشتر اونها رو هم حفظ کرده هرچند چند تا کرسی رو حتی در شهر لندن از دست داده شهری که اکثر مردمش طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودن ولی دلیل اصلی این که حزب محافظه کار تونست تو این انتخابات برنده بشه اینه که هرچی از جنوب به سمت شمال بریم به سمت به سمت مرکز انگلستان و به سمت شمال انگلستان مناطقی که خیلی از اینها مناطق پایگاه های سنتی حزب کارگر بوده بعضی از این کرسی ها رو تونست حزب محافظ کار از حزب کارگر بگیره اینها کرسی هایی بودن که همیشه به حزب کارگر رأی میدادن ولی اکثر مردمشون طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بودند و وعده حزب محافظه کار برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا تا یک ماه و نیم دیگه باعث شد که خیلی از اینها الان به دست این حزب بیفته و اینجوری شد که حزب محافظه کار تونست حدود هفت ساعت بعد از پایان رأیگیری پیروزیش رو و اکثریتش رو در مجلس بعدی بریتانیا قطعی کنه اگه یه خورده بریم شمالتر بریم به سمت اس... اسکاتلند میبینید که تقریبا تمام این نقشه اسکاتلند شده کرسی های زرد حزب ملی اسکاتلند یا SNP حزبی که طرفدار استقلال اسکاتلنده و اگرچه با برگزیت مخالفه ولی اولویت اصلیش اینه که اسکاتلند رو از بریتانیا مستقل کنه خواهان برگزاری یک همه دوم برای این کاره و رهبر این حزب هم گفتش که این نتیجه در اسکاتلند جایی که حزب کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات حتی رهبر حزب لیبرال دموکرات کرسی‌هاشون رو از دست دادن این از نظر حزب پی این باعث میشه که نشون بده که مردم اسکاتلند به دنبال در واقع استقلال از بقیه بریتانیا هستند ولی میگم مهمترین نکته اینه که ما در نهایت داریم میبینیم که بریتانیایی ها با رأی دادن به حزب محافظه کار و با فرستادن تا الان بیشتر از 335 نماینده محافظه کار به مجلس آینده قطعی کردند که این کشور یک ماه و نیم دیگه از اتحادیه اروپا خارج میشه و بوریس جانسون برای چند سال آینده نخست وزیر بریتانیا میمونه سپاسگزارم بهرنگ تاجدین همکار ما که آخرین ها رو از شمارش آرای انتخابات پارلمانی میگفت بیش از چهار پنجم صندوق ها شمرده شده چیزی نمانده به اون صورت تا پایان شمارش آرا دارم در تلویزیون بوریس جانسون رو میبینم که حزبش برنده قطعی این انتخابات هست خسته است ام، اما بسیار خوشحال اجازه بدید که گفتگو بکنیم دوباره با نامدار بقایی استاد مدعو دانشگاه وستمینستر در لندن و عضو حزب محافظه کار آقای بقایی اجازه بدید که بریم سراغ ایران یکی از عمدهترین ترین مسائلی که همیشه بحثش بوده در طول این چند سال گذشته بحث برجام هست بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ و ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شدند برجام ماند ایران ماند و اروپایی ها به ویژه و از جمله بریتانیا گفته میشد که ممکن هست با روی کار آمدن قدرت گرفتن بوریس جانسون و حزب محافظه کار بریتانیا شاید به دنبال آمریکا از برجام خارج بشه البته تکسیب کردن بارها گفتن که اینطور نیستش اما حالا به حال سیاست به نظر میرسه که به ثبات بیشتری در بریتانیا رسیده تکلیف بریتانیا با ایران و با برجام و با آقای ترامپ چیه؟ خب سوال مشکلیه جناب حمدانی برای اینکه بایستی ببینیم که اروپایی ها به طور کلی خب ببینید فراموش نکنیم آخر ماه ژانویه بریتانیا از اروپا خارج میشه در نتیجه مستقل خواهد بود مسلما فکر میکنم به مقدار زیادی به خاطر پشتیبانی که آقای ترامپ از بوریس جانسون در حین مبارزات انتخاباتیش و این چند ماه گذشته از ایشون به عمل اوورد سوق پیدا خواهد کرد به طرف سیاست های آقای ترامپ و در نتیجه ممکنه همونطور که گفتید بره و در کمپی قرار بگیره که مخالف برجام بشه <applause> یعنی کاملا خودش رو از اروپایی ها جدا کنه باید دید ظرف این چند ماه آینده مسائل به چه صورت بیشمه آیا جمهوری اسلامی اون شرایطی رو که بایستی رعایت بکنه تحت برجام رعایت خواهد کرد آیا اروپایی ها هنوز هم میتونن ادامه بدن به حمایت از ایران در مورد اون, چه که در برجام اومده یا اونها هم میبینن که دیگه واقعا به قول معروف یک موضوع از دست رفته هستش آقای مکرون گاهی وقتا موضوعاتی رو مطرح کرده آلمان مطرح کرده میدونید یعنی اونها هم خیلی راحت نیستن با مسئله برجام در حال حاضر ولی بهتر از اونم چیزی ندارن اینه که میدونید این گرفتاری رو دارن ولی مسلما بعد از سی و یک به نظر من آقای جان جانسون سیاست خارجیش رو دوباره بررسی خواهد کرد و خواهد دید که به چه صورت میتونه به قول معروف آیا میتونه موازنه ای رو برقرار کنه یا بیشتر بایستی سوق بده خودش رو به طرف آقای ترامپ و نظریات دستگاه آقای ترامپ در نورد برجام بده آقای بقایی از تهران و برجام بیایم اینجا به بریتانیا بریم به اسکاتلند میبینم که رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته بوریس جانسون رو نمیخوایم از اتحادیه اروپا هم نمیخوایم خارج بشیم به حال اس یا حزب ملی گرای اسکاتلند از اون احسابی بود که درخشید یعنی با. واقعا بعد از حزب محافظه کار به حال سرنوشت این حزب و آرایی که به دست اوورد شمار آراش به حال بالا هستش با این حساب نظر با اون شمار کرسی ها در مجلس ما باید انتظار چی رو داشته باشیم خب ببینید بیشتر هدف حزب استقلال اسکاتلند این بود که اگر حزب کارگر بیاد سر کار این شانس رو داشته باشن که یک رفراندوم دومی برای استقلال اسکاتلند داشته باشن الان با این وضعیتی که پیش اومده الان من میبینم 46 کرسی داره SNP قاعدتا شاید به 50 برسن یا خورده بیشتر ولی خب با این اکثریت آرایی که آقای جانسون به دست آورده دیگه امکان برگشتن و یک رفراندوم جدید در اسکاتلند داشتن خیلی بعید به نظر میرسه من نمیدونم آیا حقوقدان ها شاید بهتر بدونن که آیا راههایی وجود داره برای اسکاتلند که بدون اینکه استقلال داشته باشه بتونه خودشون رو یک طوری در اروپا حفظ کنن بعید میدونم باز من این رو اینه که مشکل بزرگی هستش اینها به قول معروف اه اه خاری تو چشم آقای جانسون خواهند بود مسلما ظرف پنج سال آینده با پ... حدود پنجاه یا پنجاه و اندی نماینده در مجلس و نظریات خودشون رو اعلام خواهند کرد ولی خب آقای جانسون هم نمیتونه اونها رو در نظر نگیره و فقط بگذره ازشون تعداد کمی نیستن به حال تعداد نسبتا بزرگی هستن که بایستی بهشون رسیدگی بشه و ببینن دقیقا نظریات و خواسته های اسکاتلندی ها چی هستش ولی اینکه استقلال به دست بیارن و بخوان در اروپا بمونن همونطور که گفتم خیلی بعید به نظر سال آخرم وقت زیادی هم نداریم تا آغاز بخش بعدی برنامه تکلیف حزب کارگر سرنوشتشون آیندهشون چه خب این موضوع که الان بایستی خیلی زود رسید کنم من قبل از اینکه بیام اینجا بعضی از نمایندگان مجلس میدیدم از حزب کارگر به قول معروف همه خنجرهاشون رو کشیدن و دارن فرو میکنن به بدن آقای جرمی کوربین تقصیرها رو میندازن گردن اون خب یک مقداری بله تقصیرها به خاطر وجود خود ایشون بوده ولی مسئله برکسیت هم بوده ولی الان بایستی حزب کارگر گروه با... گو... گو... دوباره گروهی عمل بکنن دوره هم جمعشن و یک آسیب شناسی بزرگی بایستی انجام بده به کارگر وگرنه همونطور که آقای الیستر کمبل همکار قبلی آقای با... تونی بلیر و نماینده مطبوعاتیش گفت اصلا به فراموشی سپرده خواهد شد شاید حزب کارگر سپاسگزارم نامدار بقایی شامدگان عزیز ساعت به وقت تهران 8 و, و دقیقه و 33 ثانیه و به وقت کابل 9 و, و دقیقه و 36 ثانیه است همچنان تا 30 دقیقه دیگر این برنامه ویژه ادامه خواهد داشت با در 30 دقیقه آینده به طور اختصاصی به انتخابات در بریتانیا خواهیم پرداخت و شاهد بحثی میان آقای نامدار بقایی از برندگان این انتخابات میتونم به شما بگم و خانم پگاونی هاشمی که حزبشون باخت و نتونست اکثریت رو به دست بیاره خواهیم بود اما اجازه بدید رخت این انتخابات رو چند لحظه کنار بگذاریم و پناه ببریم به ورزش با اگر اشتباه نکنم همکارم کاوه مشکات خبرهای ورزشی رو با خبری در مورد ژیمناستیک زنان ایران شروع میکنیم فدراسیون ژیمناستیک ایران اعلام کرده که زنان کار ایران از این به بعد با لباس های پوشیده که مورد تایید فدراسیون جهانی این رشته قرار گرفته در روابطهای های آکروباتیک ژیمناستیک شرکت بکنند. فدراسیون ژیمناستیک ایران گفته که بعد از اینکه لباس های پوشیده ای رو به فدراسیون جهانی ژیمناستیک پیشنهاد کرده این فدراسیون هم این لباس ها رو تایید کرده و حالا جیناسیک زن ایرانی میتونن با این لباس ها حضور پیدا بکنن و با دیگر ورزشکاران این رشته به رقابت بپردازن کاو از تازه ترین نتایج مسابقات مرحله گروهی لیگ فوتبال اروپا چی داری برامون بگی؟ آخرین بازی های مرحله گروهی لیگ اروپا دیشب برگزار شد و 32 تیم در نهایت به مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت ها راه پیدا کردند تیم های مثل آرسنال، منچستر یونایتد، آستروم تونستن به مرحله یک شانزدهم راه پیدا بکنن و قرار هست که روز دوشنبه هفته آینده همزمان با قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی این مسابقات هم برگزار بشه و در نهایت تیم ها حریفان خودشون رو خواهند شناخت 32 تیم به دو گروه 16 تیمی تقسیم شدند تیم هایی که سید یک رو دارن و تیم هایی که فاقد سید هستند به این معنی هستش که تیم هایی که رتبه اول گروه ها رو به دست آوردن و به همراه تیم هایی که از لیگ قهرمانان اروپا یعنی تیم های مثل آجاکس، بنفیکا، اینتر میلان و ردبول سازبرگ به این رقابت ها راه پیدا کردن در سید یک و در گروه یک قرار دارند و در سید دو دیگر تیم ها های دوم قرار گرفتند و در قرعه کشی تیم های سید یک یا گروه یک بر اساس قرعه با تیم های سید دو بازی خواهند کرد و قرار هستش که بازی مرحله رفت بیشتر از دو ماه دیگه در 20 فوریه و بازی برگشت 7 روز بعد در 27 فوریه برگزار بشه بریم سراغ فوتبال ایران از فوتبال ایران هم برامون بگو هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با سه بازی آغاز میشه مسابقاتی که شاید بتونیم بگیم که هنوز مقدار زیادی تحت تاثیر رفتن آندرا استراماچونی سرمربی استقلال و بازگشت این مربی به ایتالیا هست برگردیم به بازی هایی که قرار هست امروز برگزار بشه سپاهان تیم دوم جدول در یک بازی خانگی میزبان پیکان تیم یازدهم جدول هست سپاهان یکی از مدیان قهرمانی در رقابت های این فصل هست و بعد از استقلال در ردی دوم قرار داره تراکتور که در ابتدای هفته مصطفی دنیزلی سرمربی ترکتوار خودش رو اخراج کرده در خونه خودش میزبان فولاد هست در دیگر بازی امروز هم نساجی مازندران و شهر رو روبروی هم قرار می گیرن. شهر رو چهارم و نساجی مازندران در جدول دوازدهم هستش. صبحتون بخیر شما از عزیز ساعت نه 2 دقیقه بامداد است به وقت تهران اجازه قبل از اینکه بپردازیم به انتخابات در بریتانیا سرخط چند خبر رو به شما بگم در بریتانیا حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده حزب کار موفق شده که در حوزه های انتخابیه انگلستان که دهها به حزب کارگر رأی میدادند برنده شود جریمی کوربین رهبر حزب کارگر اعلام کرده که از مقام خود کنار گیری خواهد کرد در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند توانسته اکثریت بزرگی از کرسی ها را به دست آورد این سومین انتخابات پارلمانی بریتانیا ظرف کمتر از پنج سال است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنویس توافقی ضمنی را امضا کرده که به موجب آن واشنگتن و پکن فعلا بخشی از طرفهای های تجاری و تحریمهای خرید کالا علیه یکدیگر را حذف خواهند کرد گزارش های آمریکا حاکی از آن است که کشور از افزایش تعرفه ها علیه کالاهای چینی پرهیز خواهد کرد و در برابر پکن محصولات کشاورزی بیشتری از آمریکا خواهد خرید و حمله طالبان به بگرام خشمای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را برانگیخته و گفته که گفتگوهای صلح در قطر متوقف شده آقای خلیلزاد در توییترش نوشته که طالبان باید در عمل نشان دهند که میخواهند به خواست افغانستان برای صلح پاسخ دهند اما اجازه بدید که مفصلا برگردیم به انتخابات در بریتانیا همونطور که در طول دو ساعتی گذشته به شما گفتم بریتانیایی ها پنجشنبه دیروز برای انتخاب اعضای پارلمان این کشور پای صندوق رای رفتن خبر آمده لحظاتی قبل که حزب محافظه کار تونسته اکثریت کرسی های پارلمان رو دست بیاره در این تردیدی نیست حزب کارگر متحمل شکست بسیار سختی شده مفصلا مجددا از ابعاد تازه به این ماجرا خواهیم پرداخت اول گزارش به رنگ تاجدین رو گوش کنید به محض پایان رأیگیری مسابقه برای رساندن صندوق ها به مراکز شمارش آرا آغاز شد این اولین بار در تقریبا یک قرن گذشته است که بریتانیایی ها در ماه دسامبر برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام به پای صندوق های رأی می روند. به محض پایان مهلت رأی نتیجه نظرسنجی بزرگ روز انتخابات اعلام شد. طبق این نظرسنجی پیش بینی می شود که 50 کرسی به کرسی های حزب حاکم محافظه کار در مجلس اضافه شود و این حزب با کسب 368 کرسی از 650 کرسی مجلس اکثریت قابل توجهی به دست بیاورد. پیش بینی شده اصلی ترین حزب مخالف یعنی حزب کارگر 71 کرسی اش را از دست بدهد و حزب ملی اسکاتلند یا اس هم 55 کرسی را از آن خودش بکند پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا میگوید موفقیت احتمالی حزبش در این انتخابات مدیون سیاست مشخصش در زمینه خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت است همونطور که ما در کل این مبارزات گفتیم مسئله برگزیت اون بومبست رو در مجلس داشتیم میخوایم برگزیت رو به سرانجام برسونیم دیدید که نخست وزیر هم همین رو میگفت در طول شمارش آرا غم از چهره اعضا و هواداران حزب کارگر میبارید اگر نتایج مطابق نظرسنجی باشد این بدترین نتیجه برای حزب کارگر از سال 1935 یعنی 84 سال پیش است جان مکدانل وزیر سایه دارایی به یکی از بلند پایه ترین رهبران حزب کارگر مسئله برگزیت را عامل شکست حزبش میداند میدونستیم کار به خاطر برگزیت سخته اگه نتیجه شبیه این باشه واقعا مایه تاسفه ولی بعضی های دیگر میگویند دلیل شکست این حزب عدم محبوبیت جرمی کوربین رهبر حزب بوده به جز حزب محافظه کار پیروز دیگر این انتخابات ظاهرا حزب ملی اسکاتلند یا SMP اس به رهبری نیکولا استرجن است. حزبی که به دنبال استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیا است و اگر طبق پیش بینی ها تقریبا همه کرسی ها در اسکاتلند را درو کند بار دیگر خواهان برگزاری همه پرسی استقلال می شود. همکارم بهرنگ تاجدین گزارش میداد پگاه بنی هاشمی از اعضای از حزب لیبرال دموکرات و نامدار بقایی از حزب محافظگار اینجا با ما هستند برای یک بحث خانم بنی هاشمی از شما شروع میکنم آیا به نظر شما این پایان است بر سردرگمی ها درباره برگزیت در مورد برگزیت بله یعنی برگزیت به هر حال اتفاق میفته باید تبریک بگیم به اونایی که دلشون میخواست این اتفاق بیفته ولی خب خیلی متاسفم برای کسانی که دلشون میخواست که باقی بمونن در اتحادیه اروپا به هر حال مسائل رفت و آمد مسائل تجارتی مسائل هستن که برای این کشور باقی خواهند موند اجازه بدید من یه اشاره کوچیک <applause> اگر اشکال نداشته باشه به مسئله اقتصادی بکنم در بریتانیا ببینین از چندین سال پیش که بحث برگزیت مطرح شد در این کشور اونایی که دستن در کار شرکت های دارویی هستن اینو میدونن شرکت های دارویی از بریتانیا رفتن یعنی بسیاریشون وقتی صحبت برگزیت شد گفتن این میخواد این کشور میخواد از تحت قوانین دارویی و بهداشتی اتحادیه اروپا بیاد بیرون بنابراین دیگه لزومی به حضور ما در این کشور نیست از نظر مسائل اقتصادی اقتصاددان این موضوع رو میدونن زمانی که شما حقوق رقابت رو فقط در اختیار و محدوده یک کشور یا چندین کشور قرار بدین اقتصاد تبدیل میشه به اقتصاد تک قطبی الان اتفاقی که من میترسم که برای به اصطلاح بریتانیا پیش بیاد آقای بریشانسون میخواد فقط همه اقتصاد رو و تجارت رو در اختیار با مبادلات با آمریکا قرار بده همین موضوع باعث میشه که اقتصاد این کشور تبدیل میشه به یک اقتصاد تک قطبی البته شاید مخالفان شما باید از آقای نامدار بپرسم بقایی خواهند گفت که در همین چند ساعت گذشته ارزش لیره استرلینگ بیشتر شده در مقابل دلار آمریکا و این شاید به, به نوبه نشان دهنده این باشه که اقتصاد هنوز چی نشده داره جون میگیره بعد از برگزیت ببینید مسئله این که الان به اصطلاح ارزش پوند ثابت بشه این مسئله ثبات این کشوره این مسئله جدای از مسئله مسائل تجارتی هستش که در آینده ممکنه پیش بیاد وقتی که بانک های بزرگ دو سال پیش رو کردن به رفتن از بریتانیا این مسئله قابل پیش بینی بود که به مرور این تأثیر گذار خواهد بود ما خیلی گزارش هم داشتیم در این مورد که هشدار دادن به بوریش جانسون در این ارتباط و یه سری آمارا هم که یه گزارشایی هم از خودشون به اصطلاح درس کرد و افشا شد نشون میده که مسائل تجارتی به سمت ریسک میره <تص> پس شما معتقد هستید که به قدرت رسیدن بوریس جانسون حزب محافظه کار و قطع شدن رواب... و انجام شدن برگزیت قطع شدن رابطه تجاری با اتحادیه اروپا آنگونه که امروز هست به معنای تک قطبی شدن اقتصاد هست در بریتانیا چقدر موافق هستید خیلی موافق نیستم حقیقتش برای اینکه من فکر نمی کنم بتونه یعنی حتی آقای جانسون و حزب محافظه کار با همه این اکثریت آرایم که داره یک شبه بخواد رابطه خودش رو با اروپا قطع کنه اروپا بزرگترین پارتنر بزرگترین شریک تجارتی بریتانیا هستش شما نمیتونید با بزرگترین شریک تجارتیتون یک شبه قطع رابطه کنید تصمیمی که کن. گرفتن ولی دو که گرفتن ولی الان بایستی روش کار بکنن و قراردادهای درست و با های همه این درست یعنی چی ببینید یعنی که یعنی که ادامه بده کارش رو یعنی ببینید شما فردا نمیتونید بگید کشور آلمان دیگه ماشین مرسدس بنز و به به, به،, به, به اینجا نفرست نمیدونم اینا رو باسی تمام رو تحت چارچوبی تحت قوانین اینها رو پیاده بکنن بله از اون طرفم با آمریکا صحبت میکنن ولی فراموش نکنید اقتصاد بریتانیا با آمریکا الان به حد اکثر خودش هستش چندین میلیارد دلار رقمش رو درست خاطرم نیست ولی میدونید یهو یک شبه نمیتونه سه برابر بشه حجم تجارتی بریتانیا با آمریکا بگیم یکو بایستی قدم به قدم جلو برن نمیتونن این کارها یک شبه انجام نمیشه خانم بنیاشمی خودشون متخصص هستن فکر میکنم میدونم این قراردادها ها بایستی درست به جای خودش بسته بشه و بتونه بریتانیا این پارتنرشیپ خودش رو این مشارکت خودش رو با اروپا حفظ بکنه در خارج از محدوده اتحادیه اروپا چقدر این امیدواری رو دارین که آنطور که آقای بقایی میگن تعرفه های درست قراردادهای درست حزب محافظه کار دولت آقای جانسون بتونن این کار رو بکنن در سایه برگزیت قراردادهای درست خواهند بست ولی قراردادهای درست به نفع چه کسی شما خودتون دارین اشاره میکنید که نه شما خودتون هم دارین اشاره میکنید که یک شبه این اتفاق نمیفته بله منم قبول دارم یک شبه این اتفاق نمیفته ولی زمانی که اتفاق بیفته شما انحصار رو بیشتر میارین در اختیار کشور آمریکا قرار میدید و سهم اتحادیه اروپا رو کمتر میکنید توی مسائل بس... اینو همه الان دارن پیش بینی میکنن که بروس جانسون میخواد این کشور رو نزدیکتر کنه به مسائل به آمریکا این این به ضرر بسیاری از افراد طبقه متوسط میشه <متصفح> یعنی مسئله من این هستش که به،, به نفع پولدارا میشه به نفع کسانی که سرمایه دار هستن میشه ولی به نفع افرادی که سرمایه ای ندارن و در حقیقت سرمایهشون کارشون اون دسته افرادی هستن که ضرر خواهند کرد به, به خیلی روشن بگم به نظر من افراد با درآمدی کمتر از 50 هزار پوند در سال افرادی هستند که بیشترین آسیب رو در آینده خواهند دید برای اینکه حتی در قوانین مالیاتی که آقای بوریس جانسون صحبت کرد صحبت کردن که اگر شما بالاتر از 50 هزار تا در سال درآمد داشته باشین یه معافیت مالیاتی میخوایم بهتون بدیم در حالتی که کسانی که کلا در این کشور دارن زندگی میکنن میدونن که کسانی که بالای پنجا هزار تا دارن در میارن قطعا میتونن حدودا بعد از چند سال بیان یه وسیقه برای بانک بذارن شروع کنن به خونه خریدن یه سرمایه گذاری کوچیکی بکنن ولی معافیت مالیاتی رو برای زیر درآمد با کمتر از پنجا هزار پوند رو در نظر نگرفته یکی دیگه دیگر از مسائلی که به حال در برگزیت مطرح خواهد شد آقای جانسون مدام در موردش حرف زدن چه قبل از رفراندوم چه حالا مسئله آزادی حرکت یا فریدم آف موومنت هستش که برحال مسئله مهمی هستش برای اینکه مخاطبان ما در جریان باشن اگر در جریان نیستند با پاسپورت اروپایی اگر شما شهروند آلمان هستید مثلا کاری در فرانسه پیدا کنید به راحتی میتونید برید در فرانسه زندگی کنید یا میتونستن بیان در بریتانیا یا یک بریتانیایی به راحتی میتونست مثلا بره به سوئد اونجا کار بکنه زندگی بکنه از مزایای یک شهروند سوئدی عینا برخوردار باشه برگزیت اتفاق خواهد افتاد که این اتفاق نیفته فکر میکنید که اه, اه, چی فکر میکنید در این زمینه در گوش منم مدام میگن که بهرنگ هم حاضر هستش میخواین قبل از اینکه شما به این سال جواب بدین بریم سراغ هم کنم بهرنگ تاجدین در زمستان سرد لندن بدون شک شب داغی بوده برای حزب محافظ کار بهرنگ چه خبرهایی تازهی داری؟ تقریبا 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 هشت ساعت از پایان مهلت رأیگیری در انتخابات بریتانیا گذشته و پیروزی حزب محافظه کار قطعی شده تو این نقشه بزرگ بریتانیا که جلوی ساختمون بی بی سی همکاران من آماده کردن کاشیهایی به رنگهای مختلف قرمز برای حزب کارگر آبی برای حزب محافظه کار که پیروزیش قطعی شده نارنجی برای حزب لیبرال دموکرات و زرد برای حزب اس ام پی قرار گرفته میدونیم که پیروزی حزب محافظه کار قطعی شده یکی از دلایل قطعی شدن پیروزی حزب محافظه کار اینه که مثلا در مناطقی مثل ولز تونسته یک سری از کرسی ها رو شش کرسی رو از حزب کارگر بگیره حتی در لندن شهری که اکثر مردمش طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن، حزب محافظه کار تونسته چند تا کرسی رو از حزب کارگر بگیره به ب... چه دلیل؟ به این دلیل که آرا بعضی جاها بین دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات در واقع تقسیم شده و این جا رو برای حزب محافظه کار باز کرده ولی داستان اصلی این انتخابات در مرکز انگلستان و شمال انگلستانه جایی که خیلی از اینها در واقع پایگاه های سنتی حزب کارگر بوده ولی مناطقی بوده که به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند. و خیلی از این رأی دهندگان ظاهرا الان اومدن سراغ اینکه یا اینکه رأی ندادن یا اینکه اصولا رفتن به حزب کار رأی دادن به همین خاطر که حزب کار تونسته خیلی کرسی نزدیک 50 کرسی رو تا الان از حزب کارگر بگیره خیلیاش در مرکز انگلستان و در شمال انگلستان ولی در نقشه بریتانیا به سمت شمال که بریم بعد از انگلستان میرسیم به اسکاتلند جایی که الان اگر در تلویزیون ببینید خیلی از این کاشی ها تقریبا همه این کاشی ها زرد شده حزب ملی اسکاتلند اس پی تونسته خیلی از کرسی هایی رو که قبلا دست حزب محافظه کار یا حزب کارگر بوده در این منطقه به خودش اختصاص بده حزب اس ام پی حزبیه که اولویت اصلیش استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیاست و رهبران این حزب میگن که با این نتیجه باید یک همه پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار بشه همه پرسی اول سال 2014 یعنی پنج سال پیش برگزار شد و این حزب دنبال اینه که یک همه پرسی دیگه برگزار کنه و میگه نگاه کنید من بیشتر اسکاتلند رو بردم من تقریبا همه کرسی ها رو از آن خودم کردم درو کردم به همین خاطر دنبال برگزاری یک انتخابات در واقع یک همه پرسی دیگه است در نهایت می‌بینیم که قمار بوریس جانسون جواب داد نخست وزیری که هیچ الزامی نداشت که یک انتخابات زودرس برگزار کنه ولی این انتخابات زودرس رو برگزار کرد و تونست با شکست دادن حزب کارگر که رأی حدود 8 درصد کم شد موفق شد که بیشتر نقشه بریتانیا رو آبی کنه و به این ترتیب برای چند سال آینده نخست وزیر بریتانیا بمونه اولین اتفاقی که میفته چیه اینه که یک ماه و نیم دیگه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج میشه سپاسگزارم بهرنگ بسیار بسیار ممنونم بهرنگ تایجین همکار من که در تمام طول شب بر نقشه حالا آبی شده بریتانیا قدم زد و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده اجازه بدید که آخرین نتیجه ها رو بهتون بگم حزب محافظه کار بریتانیا تا اینجا 354 کرسی حزب کارگر 22 کرسی حزب ملیگرای اسکاتلند 47 کرسی و حزب لیبرال دموکرات 10 کرسی به دست آورده آقای بقایی برگردم به شما بحث حرکت آزاد در بریتانیا زندگی در, در اروپا ببخشید مطرح بودش یکی از عمده ترین اختلافات میان کسانی که میخواستن در اتحادیه اروپا برگزیت انجام بشه یا نشه یا چه شکل انجام میشه این بود به نظر شما بوریس جانسون با این این بند چه کار خواهد کرد خب البته میدونید باز این اتفاقی نیستش که به همین زودی ها اتفاق بیفته یک یک سال یا دو سالی هنوز فرجه هستش به قول معروف که این کار انجام شده ولی همونطور که دیدید همین اخیرا ایشون صحبت از سیستم مهاجرتی میکرد بر اساس اون چه که مثلا استرالیا داره یا کانادا داره یا که نمره میدن به اشخاص که وارد بریتانیا بشن بر اساس تخصص و تجربه و اونجور چیزهایی که دارن یا احتیاج به اون شغل و اون حرفه به خصوصی که هستش حالا تا چطور این رو پیاده بکنن مشکلات خیلی هست من ببینید اینجا بایستی بگم من جز شاید معدود کسانی از حزب محافظه که طرفدار خروج از اروپا نیستم من از روز اول مخالف بودم از این نظر و میدونم که مشکلات ای در پیش خواهد بود مسلما ولی خب بایستی میدونید دیگه به قول معروف این جامعه که دو برای خودشون و بایستی بر تن بکنن و مجبور هستن که مسائل رو یک به یک اجرا بکنن ولی من باز فکر نمی کنم با شرایطی که بریتانیا داره با این یعنی شما فردا اگر بخواد این حرکت آزاد رو متوقف کنید بسیاری از صنایع انگلیس میخوابه شما صنعت هتلداری صنعت رستوران ها همه اینها بستگی به این حرکت آزاد داره شما امشب امروز تاکسی که من رو می آورد اینا رانندش اهل رومانی بودش و گفتش که من الان نمیتونم در انگلستان رای بدم ولی چیز رجیستریشن اینجا اقامتم در انگلستان درسته میتونم زندگی کنم و میشه فهمید که به هر حال نگرانی خودشون نگرانی خودشون خانم بنی هاشمی شما در دور قبلی که با هم صحبت میکردیم اشاره به نکته کردید که شاید الان بیشتر عیان شده باشه آقای بقایی که که صحبت میکردن توضیح میدادن حرف این بودش که اعتقاد دارن که باید سیستم نمره دادن باشه ده. به مهاجران که بهترین ها بیان اه، اه، به بریتانیا مهاجرت بکنن نخبگان به بریتانیا مهاجرت بکنن اما چرا افرادی که موافق این روند هستن همیشه صحبت از کسانی میکنن که میخوان به بریتانیا بیان صحبت از کسانی نمیکنن که از بریتانیا میخوان به جای دیگه برن و این در واقع روند نمره دادن به آدمهایی که به این کشور میان شامل حال کسانی که از اینجا میخوان برن آلمان کار بکنن نمیشه یعنی بریتانیا رو در صدر کشورهای اروپایی میبینن دلیل خاصی داره چی شد که به اینجا رسیدیم بعد از چند دهه بودن در اتحادیه اروپا و اونطور که میگفتن همزیستی مسالمت ها هم میست احساس میکنم که این یه مقدار برمیگرده به مسائل فرهنگی و تاریخی بریتانیا ما در ادبیات فرانسه مثلا ویکتور هوگو خیلی جالبه من اینو اشاره بکنم که به اصطلاح یه کتابخونه ای رو درست میکنه و میگه که من این رو قرار میدم برای روزی برای اتحادیه برای اروپای متحد ام. یعنی حدود 100 سال 200 سال پیش ویکتور هوگو اتحادیه اروپا رو پیش بینی میکنه ولی در همون زمان هم هیچ موقع بریتانیا به دلیل شاید مسائل جغرافیایی که همیشه یه جزیره بوده یه مقداری ما بین غرب و ش... قرب و یعنی منظورم آمریکا قربتر. بل قربتر و غربتر ات... و اروپا بوده خودشو همیشه یه مقداری از نظر فرهنگی به آمریکا و کانادا نزدیکتر دیده تا به اتحادیه اروپا شاید به این دلیل که به هر حال زبان و اینکه مثلا کانادا خودش یه بخشی از جزء کشورهای مشترک و المنافع بوده ولی در مورد مسائل مهاجرتی این مسئله من اشاره بکنم که جالبه که در زمان آقای تونی بلر از حزب کارگر ما یک ویزایی رو داشتیم که دقیقا افراد متخصص میتونستن با اون ویزا بیان و در زمانی که خانم ترزا می وزیر کشور شدن تمام این ویزا رو اومدن این تایپ ویزا رو کاملا گذاشتنش کنار و مسئله به اصطلاح مهاجرت رو فقط محدود کردن به مسائل به سرمایه گذاری های خیلی سنگین سرمایه گذاری های کسانی که با مبالغ خیلی بالا میان به این کشور یا از طرف دیگه کسانی که کاملا مثلا برنده اسکار باشن یا برنده جایزه نوبل باشن خیلی محدود اینکه سیستم مهاجرتی برگرده به امتیاز دهی در این کشور وجود داشته و خود همین حزب محافظه کار از جمله اشاره کردم که خانم ترزام که خودشون بعدا هم نخست وزیر شدن طولانی ترین مدت زمان وزارت بر وزارت کشور رو هم داشتن ایشون خودش تمام این تمام این ویزاها رو به هم ریختن حالا من نمیدونم این به چه صورتی میتونه دو مرتبه برگرده ولی اینکه چرا ما به این هیچ فکر نمی کنیم که کسی از بخواد از بریتانیا بره اینم باز برمیگرده به مسائل ملی گرایی بریتانیا یا وقتی من باهاشون با مردم بریتانیا صحبت میکنم خیلی ها میگن که این کشور درجه یکه همه میخوان بیان احساسشون اینه که اینجا بهترین جای دنیاست و بقیه هستن که همیشه دوست دارن بیان اینجا با وجودی که از نظر مسائل صنعتی همونجور که اشاره کردین شما هم در جای هستی خب یه کشوری مثل آلمان کشور خیلی صنعتی تری هستش ولی به هر حال این احساسیه که مردم بریتانیا نسبت به کشورشون دارن حزب شما باخت خانم بنی هاشمی سوالی میخوام ازتون بپرسم شاید سخت باشه نقطه قوت حزب محافظه‌کار رو چی میبینید نزدیک بودن به حس ملیگرایی مردم بریتانیا میدونم من فکر میکنم که اونا به این موضوع سواری کردن با عرض احترام که به شما دارم احساس میکنم که اونا به اصطلاح تونستن یه مقداری بر موج احساسی مردم سوار بشن و اون حسی رو توشون به وجود بیارن که بریتانیا دو مرتبه میخواد کشور بزرگی بشه مجددن میخوایم به شما خیلی چیزها رو برگردونیم در حالی که این مسائل مخفول ماند که واقعا بعد از پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا خب خیلی از کارگران اومدن با مبالغ کمتری حاضر به انجام کار شدن خیلی از کارمندان سرویس بهداشت همگانی الان عضو یعنی شهروندان اروپایی اروپای شرقی هستند اینا بعد از برگزیت من نمیدونم چه مسئله میخواد برای اینا پیش بیاد آمار دقیقی در این رابطه وجود نداره اجازه, اجازه بدید من میخواستم بگم چقدر با حرف خانم بنی هاشمی موافق هستی در دلایل بردن خود البته به نظر من موضوع ملی گرایی که میگی فقط مختص به بریتانیا نیست الان آمریکا دو هست تمام کشورهای اروپایی که حزب محافظه‌کار سواری کرد این اه... یه مقدار کرده قبول دارم بله یک مقدار مسلما کرده و اصولا به طور سنتی حزب محافظه کار همیشه این نظر رو داشته این نظر ملیگرایی رو ولی الان میبینید در تمام کشورهای اروپایی هر جا برید اتریش مجارستان فرانسه اسپانیا همه جا داره کم و بیش این موج میاد جلو و فقط مختص به بریتانیا نیستش ولی باز همون موضوع مهاجرین که میگیم به نظر من مهاجرین که الان هستن در بریتانیا مسلما وضعیتشون باعث تثبیت بشه و اینجا بمونن نمیتونه فردا گارسون ایتالیایی و اسپانیایی رو از انگلستان بیرون کنن تمام رستوران ها و هتل های بریتانیا دکتر ایتالیایی همینطور دکتر ایتالیایی نمی پرستار نمیدونم پرتغالی پرستار اسپانیایی اینها خیلی زیاد هستن و اینها باعثی تمام مسائلشون ثبت و ضبط بشه آقای بقایی سوال از شما خواست. آیا برنده شدن حزب کار حزب شما اونطور که قول داده بود وعده داده بود پایانی خواهد بود به شکافی که بریتانیا شکاف اجتماعی که بریتانیا باش مواجه بوده البته خب میدونید کانسرواتیو اسم خودشون رو میذارن وان نیشن کانسرواتیوز محافظه کاران یک ملتی یک مملکتی و باسی ببینیم ببینیم چطور میتونن الان با این وضعیتی که حزب کارگر داره به نظر من امکان این رو داره حزب محافظه کار و همینطور حزب لیبرال دموکرات که به حال ضعیفتر شده میتونه این شاید جا رو پر بکنه یک دقیقه وقت داریم واقعا اگه در سی ثانیه بگین حزب لیبرال دموکرات چه باید بکنه که با این شکست مواجه بشه به حال عرصه سیاست بسیار بهش تنگ شده قطعا وقتی که نتایج کار حزب محافظه کار بعد از یه مدتی آشکار بشه همیشه ما از یک اکستریم یه چیز از و اقراق بودن یک چیزی میرسیم به یه مسئله دیگه یعنی یه حالت قرینه احتمالا پیدا میکنه من پیش بینی میکنم که در انتخابات بعدی عملکرد حزب محافظه کار اگر رضایت بخش نباشه اون زمان زمانی هستش که احزابی مثل لیبرال دموکرات دو مرتبه میتونن جون سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی و نامدار بقایی از همه شما بینندگان و شنوندگانمون هم سپاسگزارم که تا این ساعت با ما بودید حزب محافظه تا این 357 کرسی و حزب ملی گرای اسکاتلند 49 کرسی به دست آورده علی همدانی هستم در طول دو ساعت و نیم گذشته پوشش ویژه انتخابات پارلمانی در بریتانیا رو داشتیم و این تایید کننده این برنامه فرج بالافکن بود چمندگان و بینندگان عزیز در طول روز هم با ما همراه باشید از طریق تلویزیون فارسی بی بی سی و از طریق وبسایت ما برای آخرین خبرها و تحلیل‌ها تا بعد اینجا لندن است رادیوی بی بی سی